عرض درود و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و تمامی کسانی که ما از طریق لایو یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده میکنم. امروز با آخرین جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در سال 2022 در خدمتون هستیم. در تاریخ 3/12/2022 پیشا پیش سال جدید میلادی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و برای همه شما دوستان سالی سرشار از سلامتی و برکت آرزو دارم. خب جلسه امروز با سخنرانان عزیزی که با موضوعاتی که خدمتون اعلام میکنم سخنرانی خودشون ایراد میکنن، در ابتدا در خدمت بانو لیلا رمضان هستیم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در آذر ماه 1401. در بخش بعدی در خدمت بانو آیلار اسماعیلی هستیم با بررسی کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و سخنران جلسه سرکار خانم پگاه ستایش با موضوع تجاوز، تعرض و آزار جنسی زنان در ایران. بعد از هر بخش دوستان اگر تمایل داشته باشن که نقطه نظرات خودشون رو اعلام کنن در خدمتشون خواهیم بود و در پایان هم بخش بحث آزاد رو داریم با موضوع حق رفاه اجتماعی زنان مهاجر. خب بدون فوت وقت خانم لیلا رمضان عزیز رو دعوت میکنیم که سخنرانی خودشون رو ایراد بفرمایند. خانم رمضان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. با سپاس از خانم بیژندی عزیز، با درود و احترام خدمت همه شما همراهان گرامی، پایان سال میلادی رو پایان سال میلادی هستش و ضمن تبریک و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان و به امید پیروزی انقلابمون و آزادی همه هممیهنانمون، چه در ایران چه اونهایی که در اسارت غربت به سر میبرند. در مقدمه خواستم خلاصه ای از سال میلادی که گذشت رو براتون بگم و در ادامه با اخبار نقض ماهانه در خدمتون هستم. در سال 2022 تعداد 457 گزارش توسط نهاد آماری و نشر مجموع فعالان حقوق بشر در ایران به صد رسیده است که شامل محکومیت 92 نفر به اعدام، از جمله محکومیت 6 نفر در مرحله عام و اجرای حکم اعدام 565 نفر است. از میان هویت‌های مشخص شده اعدام شدگان 501 نفر از آنها مرد و 11 تن زن بودند. همچنین 5 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتصابی کمتر از 18 سال سن داشتند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک مجرم می‌خواندند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. در حوزه اعدام اجرای حکم شهروندان نسبت به سال 2021 88% و همچنین صدور احکام اعدام با 8% افزایش همراه بوده. در دسته حقوق زنان در سال 2022 میلادی 124 گزارش گردآوری شده که بر اساس اون دست کم 64 مورد خشونت خانگی، 14 مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته، همچنین 32 مورد قتل زنان، 26 مورد قتل ناموسی، 4 مورد خودسوزی، 5 مورد خودکشی، 5 مورد اسید پاشی و 1708 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی، 1701 مورد بدحجابی، 4 مورد اجرای حکم حبس و 62 مورد تبعید در محیط‌های اجتماعی گزارش شده. بر اساس این گزارش 322 تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت‌ها در حقوق زنان بازداشت شدند. دست کم 3 تن از فعالان به 64 ماه حبس و 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. در ماهی که گذشت 4 زن در تهران، مشهد، زنندج و تبریز توسط همسرشان و 1 زن در استان کردستان توسط همسر سابق خود به قتل رسیدند. روزهای دوشنبه 7 آذر ماه 1 مرد در کرج همسر و پسرخوانده 6 ساله خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت اختلافات خانوادگی را انگیزه این اقدام عنوان کرد. همچنین 1 زن جوان در تهران توسط همسر سابقش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. همینطور روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان از احضار مدیر و مسئول حراست 1 فروشگاه در پی ارائه خدمات به مشتریان بدون حجاب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خبر داد.
وی دلیل احضار این شهروندان را عدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت امر به معروف عنوان کرد. روز یکشنبه 27 آذر ماه یک دختر نوجوان 15 ساله ساکن سوسنگرد به نام زینب حریزی مزرعه برای امتناع از ازدواج اجباری از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به علاوه عسل جراحی نوجوان 17 ساله و پریا پایمرد، فرخونده پایمرد، مبینا آجاک، دانش آموزان مقطع دبیرستان در دهنشت، آلا دستی 15 ساله در سرندشت بازداشت شدند. همچنین رها آژبدانی نوجوان ترنس ساکن تهران روز شنبه 26 آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می شود که وی پس از بازداشت به کانون اصلاح و تربیتی در تهران منتقل شده است. یک دختر 17 ساله در اهواز با انگیزه ناموسی توسط پدرش به قتل رسید. متهم به قتل هم اکنون در بازداشت به سر می برند. همچنین یک مرد جوان در مشهد دختری 3 ساله را مورد تعرض قرار داده و سپس به قتل رساند. متهم به قتل هم اکنون در بازداشت به سر می برند. در جریان مقاومت مردمی اخیر در شهرهای مختلف ایران دست کم 202 زن کرد توسط نیروهای حکومتی بازداشت و در عمده مواردی روبوده شدند که تعداد 30 نفر از آنها زیر 18 سال بوده و بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر کودک به شمار می آیند. با استناد به آمار به صدر رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاف طی 100 روز مقاومت مردمی بیش از 500 فعال زن کرد در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و دیگر شهرهای ایران توسط نیروهای حکومتی روبوده یا بازداشت شدند. بر اساس تحقیقات هنگاف در میان 202 زنی که هویت آنها احراز شده 27 نفر دانشجو، 6 نفر معلم، 1 نفر وکیل پایه 1 دادگستری بوده و 30 تن از آنها زیر 18 سال و عمدتاً دانش آموز بودند. بر اساس همین تحقیقات تاکنون 7 نفر از زنان بازداشتی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت حداقل‌ها از یک دادرسی منصفانه مورد محاکمه قرار گرفتند. در این راستا در دادگاه بدوی روژین یوسفزاده به 15 سال حبس، سهیلا متایی به 5 سال حبس، فاطمه بیگور به 5 سال حبس، گلنار بیگور به 5 سال حبس، زینب باویر به 2 سال حبس و سکینه علی رضایی به 2 سال حبس و نگار داوودی به 5 سال حبس محکوم شدند. سپیده احمدخانی به 6 سال حبس تعزیری 74 ضرب شلاق و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. سپیده احمدخانی دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور، منع استفاده از موبایل و ابزار هوشمند و منع عضویت در گروه یا دستجات سیاسی و اجتماعی هر یک به مدت 2 سال ارائه خدمات عمومی رایگان در مرکز نگهداری سالمندان بهزیستی استان تهران به مدت 3 ماه روزی 4 ساعت با تایید و نظارت حراست واحد پذیرنده و تهیه پژوهشنامه‌ای در 80 صفحه پیرامون ضرورت وجود امنیت در جوامع بشری و مذمت خیانت و علاقه به وطن محکوم شد. در صورت تایید این حکم در محلی تجدید نظر با اعمال ماده 134 مجازات قانون اسلامی، مجازات ارشد یعنی 5 سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. سپیده احمدخانی در تاریخ 1 مهر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. و همینطور خانم سپیده سالاروند به 2 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. خانم سپیده سالاروند مردم شناس، نویسنده و فعال حقوق کودک بر اساس حکمی که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به تازگی به خانم سالاروند ابلاغ شده، وی از بابت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه ها و دستجات سیاسی اجتماعی و تهیه تحقیق 80 صفحه‌ای پیرامون موضوعاتی از علاقه به وطن و مذمت خیانت محکوم شد. خانم سالاروند اواسط مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. این
خبر نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 11 حق و اصل براءت، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. یک زن جوان به نام آیدا پورتقی و یک دختر نوجوان ستاره ریگی از بازداشتیان اعتراضات زاهدان به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. خبرگزاری حقوق بشری حال وحش روز چهارشنبه 7 دی ماه ضمن اعلام این خبر نوشت که خانم پورتقی به 9 ماه حبس، 60 ضربه شلاق و ستاره ریگی به 25 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. آیدا پورتقی 21 ساله و دانشجوی ترم اول رشته مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان و اهل شهر رشت و ستاره ریگی دانش آموز 17 ساله در تاریخ 24 آبان 1401 توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شده بودند. حکم حبس، شلاق و جزای نقدی این زنان جوان بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اجتماع غیرقانونی و از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده است. همچنین آیدا پورتقی علاوه بر حبس و شلاق به انجام یک مطالعه تطبیقی در خصوص حجاب و پوشش زنان ایرانی و ستاره ریگی هم به انجام یک تحقیق علمی در خصوص بررسی قوانین و مقررات موجود مربوط به انجام اعتراضات قانونی در ایران هر دو در حدود 30 صفحه ظرف مدت 2 ماه محکوم شدند. این خبر نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 11 حق و اصل براءت، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. محاکمه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه 22 آذر خود خبر داد که دادگاه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز 28 آذر برگزار شود و این در حالی است که آنها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشتند. بر اساس این گزارش اتهامات زهرا و هدا توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی و حمیدرضا امیری و روح الله نخعی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. علی مشتهدزاده یکی از وکلای انتخابی زهرا توحیدی و یکی از وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدا توحیدی و ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت به روزنامه همیهن گفته است متاسفانه تا کنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشتم و فقط توانستم با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم. این خبر نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 11 حق و اصل براءت، ماده 19 حق آزادی بیان، اصل 35 حق داشتن وکیل. البته این مال قانون اساسی بود. در گزارشی از جزئیات مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک معترضین اکباتان روز دوشنبه 21 آذر 1401 دکتر آیدا رستمی ناپدید و روز بعد پیکر بیجان او که آثار شکنجه بر آن نمودار بود به خانواده‌اش تحویل داده شده است. آیدا رستمی 36 ساله و پزشک عمومی بود که طی هفته‌های اخیر به صورت ناشناس در محله اکباتان تهران به معترضانی که توسط نیروهای سرکوبگر تیر خورده یا مجروح شده بودند در خانه‌هایشان کمک‌های پزشکی می‌کرد. یک منبع مطلع به ایران وایر گفته است به پزشکی قانونی دستور داده شده بود در گواهی فوت آیدا رستمی علت مرگ را برخورد جسم سخت بنویسند و به خانواده‌اش دلیل فوت را تصادف عنوان کنند، اما خانواده او هم روی بدن دخترشان آثار آزار، شکنجه و تعرض دیده و هم به آنها اطلاع داده شده که آیدا به قتل رسیده است. با توجه به فعالیت‌های آیدا رستمی، مرگ این پزشک از سوی دوستان و نزدیکانشان مشکوک ارزیابی می شود. این خبر نقض می کند اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 3 حق حیات برای همه، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 5 شکنجه ممنوع. نگار داوودی جوان 19 ساله اهل ایلام به 5 سال حبس محکوم شد. دادگاه کیفری ایلام نگار داوودی از بازداشت شدگان مقاومت مردمی این شهر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم نمود. روز شنبه 3 دی ماه حکم به وی ابلاغ شده است. به گفته یک منبع مطلع، حکم مذکور از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
و تبلیغ علیه نظام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است. صدور این حکم در حالی است که این شهروند هفته گذشته به صورت مشروط با وثیقه 500 میلیون تومانی پس از یک ماه بازداشت از بند زنان زندان مرکزی ایلام آزاد شده بود. این خبر نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهر. مریم اکبری منفرد با انتشار نامه ای از داخل زندان سمنان خطاب به مردم ایران اعلام کرد که 13 سال محبوس بودن نه تنها او را پشیمان نکرده بلکه برای ادامه راه مصمم‌تر شده است. مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی با انتشار نامه ای از داخل زندان سمنان به اشاره به 4745 روز زندانی بودن خود می نویسد این قصه 4000 صفحه‌ای نیست. واقعیت اوریان زندگی زیر سلطه فاشیست هایی است که بر ما تحمیل کردند و ما نخواستیم تن بدهیم. او در فرازی از نامه‌اش خطاب به معترضان می‌نویسد دختران و پسرانم که جان بر کف در خیابان هستید که اشتیاق بودن در کنارتان هر لحظه در وجودم پر می‌کشد. اگر بازداشت شده اید ذره‌ای سر سوزنی به بازجویان اعتماد نکنید. آنها هم جنس ما نیستند. دشمن در هر لحظه دشمن است. ایمانتان را به راهتان هر چه بیشتر کنید. در انفرادی این تنها دستاویز است. در بخش دیگر از این نامه اکبری منفرد به 13 سال دوری از خانواده و فرزندانش اشاره کرده و می نویسد اگرچه با بند وجودم دلم می خواست در کنار فرزندانم می بودم. کدام مادری نمی خواهد. اما پشیمان نیستم بلکه مصممتر برای ادامه مسیرم هستم. این را هم به هر بار در هر جلسه بازجویی و بازپرسی رسمی و غیر رسمی گفته و از تکرارش خرسند هستم. 13 سال از فرزندانم دور ماندم اما 13 سال جنایات را با چشمانم دیدم و عزمم را راسختر شد. او در ادامه ایمان قلبیش را دلیل دوام آوردنش در میان تاریکی شکنجه و طاقت فرسایی زمان می دارد و می نویسد در میان تنهایی با دستهای خالی این شعله گرم و سرکش همان چیزی است که بازجوها می خواهند از لحظه اول دستگیری آن را از زندانی بربایند تا وجودش یخ کند و تن به یوغ بسپارد. اما من در تمام 13 سال با خشم مقدس از شکنجه هایی که شاهد بودم و بر جانم نشست آن را شعله بر نگه داشتم. خندیدم و خنده تکثیر کردم تا بتوانم و بتوانیم بایستیم چرا که مقاومت قلب ماست. اکبری منفرد در این نامه با اعدام و زیر شکنجه کشته شدن 4 برادر و خواهرش علیرضا، رقیه، عبدالرضا و غلامرضا در دهه 60 اشاره کرده است. مریم اکبری منفرد در ده دی ماه سال 1388 دستگیر شد و خرداد سال 1389 به اتهام محاربه به 15 سال حبس محکوم شد. او متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق است که البته خانواده او این اتهام را رد کرده و دلیل دستگیری او را چند تماس با خواهر و برادرش می دانند که در کمپ اشرف زندگی می کردند. اکبری منفرد اسفند ماه 1399 به زندان سمنان تبعید شده و بیش از 13 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برند. این خبر نقض می‌کنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. سپاس از همراهیتون و به امید دنیای زیبا و آزاد برای همه. شبتون بخیر، خدا نگهدار. سپاس بانو رمضان عزیز، ممنون از گزارش جامع و کاملی که دادین و واقعا واسه تأسف این همه نقض حقوق بشر از هر لحاظ توی کشور ما ایران. خب دوستان گرامی، اگر که تمایلی دارید در ادامه صحبت‌های خانم رمضان نکاتی رو اضافه کنید یا نظری دارین، میشنویم شما رو. تغییر این صورت، بله بانو رضاوند گرامی بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشید. مرسی خانم رمضان عزیز، فقط گزارش اولیه‌تون که ارائه دادید خیلی خوب بود. اگر بدونید کاملا درسته که نه مهم نیست، ولی اگر نیاز هست که آپدیت بشه با کمک خانم اسماعیلی واقعا میشه یه در واقع پوستر خیلی خوب، اطلاعی خیلی خوبی ازش در آورد. ممنون میشم اون رو ارسال بفرمایید، به خصوص اون اطلاعات جامعه اولیه‌ای که ارائه دادید خیلی خوب بود و خانم اسماعیلی فکر میکنم اطلاعات خوبی بود، میشه تکمیلش کرد و اون رو به عنوان پوستر اطلاعی کامل آماده است دیگه، میتونید در بیاریدش.
بسیار عالی. ممنون. سپاس بانو رضاوند عزیز. خب بانو اسماعیلی گرامی، با بررسی کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 1993 میلادی و بدون رأی‌گیری به تصویب رسید. تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود. یک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئولیت‌های آنان و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین‌المللی به حذف خشونت علیه زنان است. رسماً اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلام می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم به عمل آید. ماده 1. در این اعلامیه عبارت خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر شود یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. ماده 2. تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر اما نه محدود به این موارد باشد: خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، خشنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند. خشونت که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تنفروشی اجباری، خشونت جسمی، جنسی و روانی در هر جایی که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده 3. زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است: حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت به سویه قانون، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. ماده 4. دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف از آنها بهانه کنند. دولت‌ها باید با استفاده از تمام شیوه‌های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند و باید اگر هنوز به طور کامل به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا به طور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند. از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند. همه کوشش‌های لازم را برای پیشگیری انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی. در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تعیین کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کنند. برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می‌گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضایی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور جبران مؤثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شدن میسر باشد. دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهای آگاه سازد. امکان تهیه برنامه‌های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هر گونه خشونت یا الحاق مواردی برای این منظور در برنامه‌های موجود یا در مواردی همکاری های ممکن و سازمان های غیر دولتی به ویژه سازمان هایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند را
در نظر بگیرند. راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل‌های جامعه حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هر گونه خشونت ترویج می‌کنند، تدوین کنند و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه‌های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد. در راه تضمین این که زنان تحت خشونت و در صورت اختزا فرزندان آنها از کمک‌های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذراندن زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه‌ها و سازمان‌های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهند کار کنند. مقادیر کافی برای فعالیت‌های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند. اقدامات لازم برای آموزش به ماموران نظامی و مسئولین دولتی، مسئولین اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند. اقدامات لازم به ویژه در زمینه آموزش به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض‌ها و رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که بر اساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه‌های رفتاری مرد و زن هست، حذف شود. تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و آمار به ویژه درباره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند. این آمار و یافته‌های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد. اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان به ویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند اتخاذ کنند. در گزارش‌های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند. تدوین دستورالعمل‌های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند. نقش مهم جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقای سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند. فعالیت‌های جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همکاری کنند. سازمان‌های منطقه‌ای بین دولت‌ها را که عضو آنان هستند تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را در صورتی که درخور است در برنامه خود بگنجانند. ماده 5. ارگان‌ها و نمایندگی‌های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید در حد توانایی خود به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید به رشد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با چشم‌اندازی برای تعریف استراتژی‌های منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه‌های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند. همایش‌ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند. به رشد هماهنگی‌ها و مشارکت در میان دوایر عهدنامه‌ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور مؤثر مورد توجه واقع شود. در تحلیل‌هایی که برای سازمان‌ها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش‌های اجتماعی تهیه می‌شود، مانند گزارش‌های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان بررسی گرایش‌ها در خشونت علیه زنان را جای دهند. فرمول بندی دستورالعمل‌های دفترچه‌های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می‌شود درج کنند. امر حذف خشونت علیه زنان را در صورت اختزا در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند. ماده 6. هیچ چیز اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از موارد قانونی که یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان صاحب تر می باشد تحت شعار قرار دهد. تغییر برای برابری کمپین 1,000,000 امضا خواهان تغییر تمامی قوانینی است که به خاطر جنسیت زنان آنان را مورد تبعیض قرار دادند.
مهمترین قوانینی که به آنها اعتراض دارند عبارتند از قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت، شهادت و قوانین حامی قتل‌های ناموسی. ماده 1041 قانون مدنی عنوان می‌کند عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. در ماده 1043 قانون مدنی بیان می‌کند نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. در ماده 1044 قانون مدنی عنوان شده در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیضان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی میتواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد. در ماده 1069 قانون مدنی گفته شده ازدواج زن ایرانی با تابعیت خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه خصوص از طرف دولت است. در ماده 1105 قانون مدنی عنوان شده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در ماده 1108 قانون مدنی گفته شده هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت یا همان رابطه جنسی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در ماده 1005 قانون مدنی گفته شده اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی نیز داشته باشد. در ماده 1114 قانون مدنی عنوان میکند زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنا نماید مگر آنکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد. در ماده 1117 قانون مدنی گفته شده شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. در ماده 1144 قانون مدنی عنوان شده زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنا نماید مگر آنکه اختیاری که دادگاه به آن داده شده با اجازه شوهر همراه باشد. بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه میگوید موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است. ماده 12 آیین‌نامه قانون گذرنامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسئولان مربوطه تسلیم کند. فسخ نکاح ماده 1122 قانون مدنی عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. بختگی، ناتوانی جنسی، مخدوب بودن حالت تناسلی. در ماده 1123 قانون مدنی گفته شده عیوب زیر در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود. وجود استخوان در واژن که مانع رابطه جنسی شود، جذام، بیماری پیستی، یکی بودن مجرای ادراری و واژن، زمینگیری، نابینایی از هر دو چشم. در ماده 1130 قانون مدنی گفته شده مرد می تواند با رعایت شرایط مقررات پرداخت مهریه و اجرت المثل در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. لازم به ذکر است مرد می تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد.
در ماده 1129 قانون مدنی عنوان می‌کند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه این موضوع باطل اعلام می‌شود. در ماده 1130 قانون مدنی گفته شده در صورتی که دوام زوجیت موجب عصر و هرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عصر و هرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شهر طلاق داده میشود. تبصره: عصر و هرج موضوع این ماده عبارتند از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عصر و هرج محسوب می گردد. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت 1 سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کرده و امتناع و یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلا زوج به بیماری‌های سوءالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه سوءالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید، لازم به ذکر است زن باید در تمامی موارد بالا در دادگاه با مدرک یا شهود به اثبات برساند. ماده 1169 قانون مدنی عنوان می کند برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. ماده 1170 قانون مدنی می گوید اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به عبارت دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. در ماده 1218 قانون مدنی عنوان شده برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود و برای کودکان نابالغ که ولی خالص پدر و جد پدری ندارند. در ماده 1233 قانون مدنی میگوید زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند. در ماده 1048 قانون مدنی موقع میکند جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. در ماده 1049 قانون مدنی عنوان شده هیچ کس نمیتواند دختر، برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. ماده 900 قانون مدنی میگوید فرض سهم دو وارث ربع ترکه یک چهارم ترکه است. زوج یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. در ماده 901 قانون مدنی میگوید سمن یک هشتم فرضیه زوجه یا زوجه هاست خود شوهر با داشتن اولاد. تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی عنوان می کند سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری یا همان 14 سال و 6 ماه شمسی و در دختر 9 سال تمام قمری همان 8 سال و 9 ماه شمسی است. ماده 49 قانون مجازات اسلامی می بیاد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و اندلقضا قانون اصلاح و تربیت اطفال بلوغ شرعی نرسیده باشد. در ماده 986 قانون مدنی عنوان می کند زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید.
مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند. ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. در ماده 300 قانون مجازات اسلامی گفته شده دیه ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه ی مرد مسلمان است و همچنین در ماده 301 قانون مجازات اسلامی گفته شده دیه ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت دیه ی زن نصف مرد است. در ماده 906 قانون مدنی گفته شده زوج و شوهر از تمام زوجه ارث میبرد لیکن زوجه زن از اموال زید از اموال معقول از هر قبیل که باشد. زوجه از قیمت ابنیه و اشعار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشعار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد. قوانینی که از قطعهای ناموسی حمایت میکنند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی میگوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قصر به ورثه مقتول و تعزیر محکوم نخواهد شد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قصر برساند و در صورتی که زن مکره باشد به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جهل نیز در این موارد مانند قتل است. شهادت گواهی دادن. ماده 495 قانون مجازات اسلامی میگوید دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر برنمیگردد ثابت می شود. در ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1370 در دعاوی مدنی حقوقی تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمیتوانند شهادت دهند. در ماده 74 قانون مجازات اسلامی گفته شده زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل ثابت می شود. در ماده 137 قانون مجازات اسلامی گفته شده شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز سنگسار. همچنین در ماده 83 قانون مدنی گفته شده حد زنا در موارد زیر رجم سنگسار است. زنای مرد محسن متأهل و زنای زن محسن متأهل و مرد بالغ. پوشش اجباری. تبصره 638 قانون مجازات اسلامی میگوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند به حسب از 10 روز تا 2 ماه و یا 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. شرط رئیس جمهور بودن در ایران. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان میکند رئیس جمهور از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب میشوند. مواردی که گفته شد تنها گوشه ای از مواردی هستند که متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف حقوق زنان هستند و هیچ کدوم از ماده های اعلامیه حذف خشونت علیه زنان در اونها وجود نداره. مرسی که سخنرانی من رو گوش دادید. سپاسگزارم بانو اسماعیلی عزیز و خسته نباشید میگم خدمتتون. دوستان گرامی اگر که در ادامه صحبت خانم اسماعیلی نظری دارم خوشحال میشیم که بشنویم شما رو.
بله بانو محمدی عزیز بفرمایید، ما در اختیار شما. سلام عرض شد به همه. من در مورد فکر میکنم چند روز پیش داشتم قوانین اصل کلیه اصل ها رو میخوندم، واقعا تأسف برانگیز بود، مخصوصا اینکه مثلا یکی از این نمونه هاش اینکه اگر یک زنی حالا زنا کنه با شهادت 4 مرد، آیا این زنی که داره زنا میکنه در کنار این 4 مرده؟ چطور میشه به این راحتی با یه گفتن اینکه من این رو خیلی واقعا توی اخبارهای قدیم میشنیدم که خیلی راحت با شهادت چند مرد به اعدام محکوم میشد، و اینکه اصلا اینکه خیلی عجیبه، مثلا خیلی راحت سنگباران میشدن. و از طرفی یه چیزی که خیلی برای من واقعا جای تاسفه، ازدواج یک مثلا یه بچه چطور میتونه با زمان، با گذشت زمان، وقتی قبل ها فکر میکنم 18 سال بوده که فکر میکنم یک سال پیش اومد رسیده به یک سال یا دو سال پیش اومده رسیده به 13 سال، و این واقعا جای تاسفه. 13 سال چطور؟ پس این قانون چطور میتونه یعنی توی قانون اسلامی چطور میتونه که توی این چیز امضا بکنه، حقوق بشریت امضا بکنه، ولی به این راحتی بخواد توی قانونش، تو اصل قانونش به همین راحتی زیر قوانین بشریت بره؟ بچه 13 ساله چی میفهمه از ازدواج؟ من دخترم، من 14 سالش رو تموم کرده، چی میفهمه بچه 13 ساله از ازدواج که راحتی توی ایران سن رو هر لحظه دارن کمترش میکنن؟ و اینکه این همه اصلا ارث، حق خون، و آدم وقتی اینها رو میبینه، هر اصلی رو داره میبینه، اینکه در حق زنها به این حد اجحاف شده، واقعا میگه که واقعا چقدر فرق داره با یک کشوری مثل کشورهای اروپایی. چقدر نسل واقعا ماها، ما زنان ایران به نظر من نسل سوخته ایم. امیدوارم هر چه زودتر این حکومت ظالم که واقعا زن ستیز از بین بره، و ما بتونیم به حق قانونی یک زن که واقعا شخصیت یک زن واقعا برسن، نه اینکه به مردا هم اجحاف نشده، اما واقعا حقی که از زنهای ایرانی گرفته شده واقعا نمیشه با کلام گفت. تمام اصلا، بسیاری از اصلایی که در قانون اساسی داره بهش اجرا میشه، تمام ضد زنه، و این واقعا جای تاسفه که ما از عرش متاسفانه به فرش رسیدیم، و این خیلی بده. ایرانی که یک زمانی واقعا مهد تمدن بوده، الان به جایی رسیده که قوانینش واقعا حتی با کشورهای عربستان هم یکی نیست، و واقعا نمیدونم چی بگم. امیدوارم هر چه زودتر این حکومت از بین بره و دوباره قوانین، واقعا قوانین بشریت، حقوق بشری حکم فرما بشه. تشکر، ما رو اختیار شما میزنم. ممنونم خانم محمدی عزیز، سپاس از مشارکتتون. خب متاسفانه به خاطر اینکه قوانین جمهوری اسلامی بر پایه شریعت اسلام هست، و اگر به هر حال یک سری نقصهایی وجود داره، بیشتر به خاطر همون قوانین شریعت اسلام هست که پیاده میشه. و حتی این جمله‌ای که تازگی هم شنیدیم که در اسلام زن رو مزرعه مرد اعلام کردن، خب این دیگه گویای تمام این مسائلی هست که برای زنان مخصوصا کشور ایران میفته. و حتی این که بگیم کشور دیگه اگر تلاش کردن که بخوان یکم با جوامع بین الملل هم راستا بشن، اما ایران متاسفانه پسرفت کرده، نه پیشرفت. خانم رضا بنده عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم. خب خسته نباشید خانم اسماعیلی، مرسی از موضوعتون. در ارتباط با خانم محمدی میخوام عرض کنم، به همین دلیل هست که ما داریم میگیم که دین از سیاست باید جدا باشه، دین باید تبدیل شه به یه مسئله حریم خصوصی. چون در جامعه، البته ایران همیشه متمدن بوده و هنوز هم هست، اینکه تمدن ما خودمون رو نمیتونیم که تمدن 7000 ساله داریم، اما یه مشکلی که وجود داره، قانون
وقتی پیاده میشه به مرور زمان، شامل زمان که میشه، تبدیل به فرهنگ میشه و این فرهنگ رو خراب میکنه. الان تو روستاها، شهرستانها، شاید تو تهران کم تر دیده بشه، ولی میبینید هنوز دختر رو زیر سن ازدواج میگن. اگه دولت هم بیاد جلوش بگیره، بعد یه مسئله است، بریم جلوی اونها رو هم بگیریم، اونها رو قانع بکنیم. چرا؟ چون قانون که گذاشته میشه تبدیل به فرهنگ میشه. همونطور که الان تو کشورهای اروپایی میبینید، شما به یه پدر بگید مثلا دخترت بعد روسری سرش کنه، عجیبه براش. چرا؟ تبدیل به فرهنگ شده، قبلا قانون نبوده. وقتی دین از سیاست جدا بشه، خانم بیژندی فرمودن شریعت از قوانین مدنی جدا بشه، اون حریم خصوصی شما باشه، اما تو قانون مدنی اون کشور بر اساس قانون بچه زیر 18 سال، بچه و کودک خونده بشه و اجازه کار نباید داشته باشه، اجازه خشونت علیهش نباید باشه، ازدواج نباید باشه، هر حرکتی علیه اون بچه باشه، بلافاصله با قانون طرف خواهی شد. میخواد پدر و مادرش باشی یا کس غریبه. همینجا اگر بخشید پسری با دختر زیر 18 سال ارتباط برقرار بکنه، اگر خارجی باشه اصلا تابعیتش کنسل میشه. یعنی بلافاصله اولین چیزی که ازش میترسه اینه، اینه که این تبدیل به فرهنگ میشه. بنابراین ما نیاز داریم این دین رو از سیاست جدا بکنیم و تازه بریم روی فرهنگمون کار کنیم که پدر مادرها و فامیل ها و اقوام و خلاصه مردم همین رو بپذیرن. علت اصلی ما هم که خانم بیژندی گفت، این که قوانین اساسی ما، قانون اساسی ما بر اساس دین، دیدید که آخرش یه تیکه میاد، همچنان بر اساس دین اسلام نوشته شده. مهم هم نیست مسئله اسلام نیست، هر دین دیگه ای باشه، هر دین دیگه باشه، نباید اینطور باشه. مرسی. سپاس بانو رضاوند عزیز، ممنون از مشارکتون. خانم محمدی بفرمایید، خواهش میکنم. چیز دیگه ای که هستش اینه که من یکی از اصلاش دقیقا یادم نیست کدوم اصلشه، که گفته که ازدواج یک، حالا یک زن با یک مرد خارجی، یک زن مسلمان با یک مرد خارجی که مسلمان نیست ممنوعه. از طرفی مرد خارجی، مرد ایرانی میتونه، در صورتی که رسمی نباشه، عقد رسمی نباشه، میتونه به صورت صیغه باهاش ازدواج کنه. خیلی عجیبه. و اینکه حالا یه چیز خیلی جالبه، نه تنها این حالت این قوانین دینیه، البته توش منافعی هم هست. مثلا اینکه اگر که توی یکی قانوناش اینه که اگر که مردانی، حالا یا زنانی که دیپلمات هستن توی کشورهای خارجه کار میکنن، با اجازه حاکم، خب حاکم کیه؟ یعنی ببینید به نوعی همه چی برمیگرده به نفع خودشون، اجازه دارن با خارجی ها ازدواج کنن. اگر تو دین در دینت، یعنی خودش اصل خودش رو هم از بین میبره، اگر تو دین در دینت ازدواج رو منع کردی، پس برای دیپلمات ها هم باید منع باشه. چطور اون قانون حالا برای مرد، برای زن بسیار سخت‌تر، برای مرد خب یکم آزادتر، و برای دیپلمات کاملا آزاده. یعنی چی؟ این چه جور قانونیه؟ قانونی که توش منافع باشه، که فقط منافع خودشون رو در نظر، من نمیدونم، گاهی اوقات فکر میکنم میگم اینها نه تنها با دین مردم ایران رو زیر فشار گذاشتن، بلکه همون دین رو هم به نفع خودشون بعضی اوقات به راحتی میچرخونن. مثل همین اعتراضاتی که خیلی راحت، مثل اینکه خیلی راحت آدم میکشن خودشون انگار نه انگار، اما وقتی بخواد یه کسی فقط کوچکترین اذیتی نسبت به حالا بسیجی باشه، چند نفر رو به خاطرش اعدام میکنن. اینا دخالت هم به راحتی به خاطر منافع خودشون دخالت میکنن، حتی توی قانونشون. و این خیلی جای تأسف داره. کشوری رو داریم میبینیم که به راحتی میتونه نظر، مثل کشورهای اروپایی، آمریکا یا هر جای دیگه، میتونه در مورد رئیس جمهورش یا هر کسی دیگه راحت میتونه، حتی من پناهنده میتونم نظرم رو بدم نسبت به اون طرف که کشور رو داره میچرخونه، اما در مورد کشور خودم نه تنها رئیس جمهور، نه تنها رهبر، نه، بلکه من نمیتونم حتی در روی یک بسیجی وایسم و حرفمو بزنم. و این واقعا جای تأسف داره. مرسی.
مرسی از شما خانم محمدی. خانم سواکوب اگه درست بگم، عذرخواهی میکنم اگه اشتباه گفتم، مایک در اختیارتون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، وقتتون بخیر. بله، من سواکوب هستم. میخواستم یه مسئله رو بگم. اینکه توی قانون ایران پشتبند هر ماده ای دو تا چیز هست، یکی نوشته شده بر اساس شرع اسلام و یکی حفظ نظام. وقتی این دوتا رو میاره دستشون خیلی باز میشه، خیلی قوانینی میارن که انسانی نیست، نقض حقوق بشره، ولی پشتیبانش چیز شرعه و خب دهن مردم میزنه. شرعم که خب خیلی راحت دیگه که اون چیزی که من میگم درسته، بس اگه بگی خارج از اونه، یعنی خارج از اسلام، یا حالا یه برچست مرتدی هم میخوره. حفظ نظام هم که میگن یعنی هر کسی که داخل نظام خودیه و هر کسی که خارج از نظام نخودی. خب خیلی دیدیم که قوانینی وضع میشه برای عموم مردم، برای خودشون نیست، عملا برای خودشون نیست. میلیاردها هزار تومن گم میشه و هیچ وقت هم پیدا نمیشه کی بود. مثلا کی بود کی بود، من نبودم، اون نبوده، این نبوده، کجا بوده کجا بوده، تموم میشه، سر از کانادا در میاره. ولی برای مثلا یه دزدی کوچیک میان دست پرت میکنن، میان حکمای سنگین میکنن. توی نظام جمهوری فقط اسمشه که جمهوری اسلامیه، دیکتاتوری ایرانه. وقتی هم چیزی دیکتاتوری باشه نمیشه ازش هیچ توقعی داشت که بگیم چرا قانون برای تویی که توی نظام هستی، تویی که مسئولیت داری، وجود نداره. اون خودش قانون گذاره، خودش قاضیه، خودش حکم صادر میکنه، خودش حکم تغییر میده. به اضافه این که توی قوانین ایران خیلی ماده ها و تفسیرهایی هست که به وضوح همدیگر رو نقض میکنن. یه جا گفته این کار درسته، بعد چند سال بعدش نیومدن اون رو اصلاح کنن، ولی تفسیرهایی گذاشتن که عملا ماده قبلی رو نقض میکنه. و خب حقوقدانان خودشون میدونن، حقوقدانای ایرانی، آقای پاکستان خیلی واضح هزاران بار توی جلسات و مختلف دانشگاه مختلف اعلام کرده بود که قوانین ایران نیاز به بازنگری داره، ولی متاسفانه گوشش نوای نبود. یه مورد دیگه هم که دوستان اشاره کردن در مورد عرف جامعه، خیلی وقتا خیلی قوی تر از قانون جامعه عمل میکنه. توی بعضی از شهرهای ما، مثلا شهرهای جنوبی که مثلا حالت عشیره‌ای هنوز توشون هست، عرف خیلی قوی تر از قانونه. انقدر قوی تره که حتی قانون مسئولی که اونجا هست، قانونگذاری که اونجا هست، کلانتری، پلیس، هر چیزی که هست، اونم عرف و عجیت میدونه. یعنی مثلا شما بری بگی من پدرم منو داره مثلا تهدید میکنه، اون خودش دو دستی شما رو تحویل میده، اصلا با شما همکاری نمیکنه. چه برسه به این که بخواد ازت دفاع کنه. دو دستی اصلا بدون بی برو برگرد، مطمئنا اول زنگ میزنه به پدر شما، بعدا میاد حرف شما رو گوش میده در حدی که شما رو سرگرم کنه. روی نقص بزرگ فرهنگی ما که دقیقا همینه، اومدم توی 40 سال کل فرهنگ ما رو خراب کردن. علاوه بر اینکه ما پیشرفتی نداشتیم توی این چند سال از لحاظ فرهنگی، این مواردی که خیلی قبلا جزئی‌تر بود داشتن بهبود رو به بهبودی بود، من یه استاپ بزرگ کردم و بدتر هم شد. یعنی حمایت دولتی هم برخوردار بودن و من نمونه‌هایی داشت من دیدم که از فامیلای خودمون توی شهرهای زاهدان یا اطراف زاهدان بودن، حساب بانکی خانم داشته، خانم اومده مسافر، شوهرش رفته حساب بانکی خالی کرده بدون اجازه زن. یعنی تا کجا مثلا پیش میرن عرف جامعه ای که هیچ چیز قانونی وجود نداره، عملا سر هرته. یعنی یا آشنا داری یا اینکه من شوهرم، من اجازه دارم، همین کافیه تا اون مسئولی که اون بر میز نشسته کار اون مرد را بندازه به همین راحتی. تنها علاج این موضوع دقیقا جدایی دین از حکومت و فرهنگ سازی، آگاه سازی خانواده ها.
این دوتا اجرا نشه هیچ چیز عوض نمیشه به نظر من تو این دنیا، این دنیای البته برای ایرانی ها. ممنون که دوست دادیم. ممنون از شما، مرسی که مشارکت کردیم. حالا من یه موضوعی در مورد صحبت خانم محمدی عزیز عرض کنم که در مورد ازدواج زن مسلمان و حالا با مرد غیر مسلمان یا برعکس، خب به خاطر این در واقع مرد سالاری دینی که هست متاسفانه مرد رو غالب بر زن میدونن دیگه، از این جهت هست که اگر توی ازدواج مرد مسلمان باشه با زن غیر مسلمان، از اون لحاظ که میگم مثلا مرد رو غالب میدونن، حتی اینجا هم دلیل برای میدونن که اون مرد میتونه حتی اون زن غیر مسلمان رو هم مسلمان کنه. اما توی شرایطی که مرد غیر مسلمان باشه و زن مسلمان باشه چرا مخالفت میکنن؟ به خاطر اینکه خب اون مرد غیر مسلمان ممکنه تاثیر رو زن مسلمان بذاره و اون رو در واقع تغییرش بده از مسلمانی حالا به هر دین دیگه که خود اون مرد داره، و این در واقع میگم باز اون وابسته به همین قضیه مرسالاری، اون دیدگاه و نگاه و حتی اون اعمال هستش که به این صورت شکل میگیره. خب ممنون دوستان که مشارکت داشتین در این بحث. آخرین سخنران عزیز رو درخواست میکنیم ازشون، بانو پگاه ستایش، با موضوع تجاوز، تعرض و آزار جنسی زنان در ایران. میشنویم شما رو، مایک در اختیارتون، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت شما حضار گرامی، با موضوع تجاوز، تعرض، آزار جنسی زنان در ایران در تاریخ 30 دسامبر در خدمت شما هست. آزارگران طیف وسیعی از مردان وابسته به نظام سلطه که با ارتکاب حاشیه امنی که حکومت آنان احساس کرده زنان را آزار و شکنجه می دهند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. تجاوز، شکنجه و آزارهای جنسی متهمان و زندانیان زن سابقه به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران در 43 سال اخیر دارد. تهدید و عمل به تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک جنسی، لمس بدن و دیگر آزارهای مبتنی بر جنسیت زنان زندانی در ایران معمولاً از لحظه دستگیری آنان آغاز می شود و در تمامی مراحل از بازجویی و دادگاه گرفته تا زندان ادامه دارد. در این میان آن دسته از زنان زندانی که صدای رسایی دارند از داخل زندان یا پس از آزادی دست به افشاگری می زنند و روایتگری می کنند، اما گروه خاموشی که صدای رسایی ندارند رنج و آزارهای جنسی را تا پایان عمر بر دل می کشند. در طول 43 سال گذشته بارها روایتهایی از تجاوز و آزار جنسی زنان در زندانهای حکومت ایران منتشر شد. آخرین آنها نیز اتفاقی بود که در زندان ارومیه برای سعدا خلیل‌زاده اتفاق افتاد. او در یک فایل صوتی از داخل زندان از آزارهای کلامی جنسی فشارهای امنیتی که برای ده برد. پس از آن 16 بیانیه افشا کردند که زنان زندانی همواره در معرض آزارهای مبتنی بر جنسیت قرار دارند. در نامه زندانیان سیاسی زن آمده بود که حتی اتهام بسیاری از زندانیان زن جرائم عمومی نیز ریشه در نابرابری های جنسی دارد، زیرا بسیاری از آنان قربانیان کودک همسری، خشونت خانگی و خلأهای قانونی بودند و به جرم انتصابی دست زدند. در سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی شمار زیادی از زنان و مردان با اتهام های سیاسی دستگیر و زندانی شدند. مقام های حکومتی نیز با چراغ سبز خمینی کشتار زندانیان را در اولویت کارهای خود قرار دادند. در میان بیشماری از زندانیان سیاسی گروهی از آنان دختران باکره بودند. نتایج یک کار تحقیقی به نام جنایت بی‌عقوبت آشکار می‌کند که این دختران قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می‌گرفتند تا مبادا به بهشت بروند، زیرا بر اساس حدیثی از پیامبر دین اسلام دختران باکره در صورت مرگ به بهشت می روند. تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام دلیل دیگری می داشت و آن دستوری از آیت الله منتظری مبنی بر
عدم اعدام دختران بود. اگرچه او در خاطرات خود از این اقدام اعلام برائت کرد و گفت از دستورش سوء برداشت شده است. آیت الله منتظری سال 1365 در نامه خطاب به خمینی به اعدام دختران و تعرض جنسی به زنان زندانی اعتراض کرد و نوشت: آیا می دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می دانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ تجاوز و تعرض به زنان زندانی تنها به دختران باکر محدود نبود و دیگر زندانیان سیاسی را نیز شامل می شد. تعدادی از آنان که از کشتار دهه 60 نجات یافتند و آزاد شدند پس از رهایی از زندان روایت ها و مشاهده های خود را از تجاوز و تعرض به زندانیان زن بیان کردند. یکی از تکان‌دهنده ترین روایت ها نیز اتفاقی بود که برای آذر آل کنعان کنشگر اهل کردستان رخ داد که سال 1361 در سن 18 سالگی با فرزند 9 ماهه‌اش دستگیر شد و عوامل حکومت در زندان سنندج به او تجاوز کردند. قربانی دیگری سعید سیاوی بود که سال 1360 به همراه کودک 4 ماهه‌اش بازداشت شد و در زندان به او تجاوز کردند. پروانه عارف از زندانیان سیاسی دهه 60 که 17 سالگی دستگیر شد نیز در خاطرات خود درباره شبی صحبت کرده که اسدالله لاجوردی رئیس وقت زندانها در حسینی زندان اوین به دختران زندانی گفته که ما شما را باکره اعدام نمی کنیم. مقام های زندان برای اینکه تجاوز آنان توجیه شرعی هم داشته باشد دختران باکره را قبل از اعدام صیغه می کردن و حتی در مواردی پس از اعدام برای خانواده آنان شیرینی هم برده و گفته بودند که به مناسبت عقد دخترتان. بر اساس تحقیق جنایت بدون عقوبت همچنین شهادت های متعددی از زندانیان زن در دست است که بازجویان یا مقام های زندان برای توجیه ایدئولوژی تجاوز به زنان زندانی از احکام مربوط به اسیر جنگی استفاده می کردن. روایت های متعدد شاهدان و قربانیان در زندان های جمهوری اسلامی ایران اثبات می کنند که تجاوز و آزار جنسی زندانیان زن در دهه 70 و 80 نیز ادامه یافت. در این سالها عمل به تجاوز بیشتر جای خود را به مواردی مانند تهدید به تجاوز، آزارهای کلامی جنسی، تعرض جنسی و مواردی از این دست فرا داد. با این حال نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1388 آشکار می‌کند که روند تجاوز به زندانیان به عنوان فرایند سیستماتیک در زندان‌های حکومت ایران ادامه یافته است. مهدی کروبی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 1388 و شروع اعتراض‌های مردمی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت برخی افراد با دختران بازداشتی به شدت تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنها گردیده. او همچنین در پاسخ به سعید مرتضوی داستان وقت تهران که ادعای بی‌پایه بودن این اظهارات را مطرح کرده بود گفت مستندات من کسانی بودند که نزد من آمدند که یا خود مورد آزار قرار گرفته بودند یا اینکه شاهد بودند یا کسانی نزد آنان اقرار کرده بودند. پس از انتشار سخنان کروبی هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه قول پیگیری موضوع را داد اما مدتی بعد سخنان کروبی را تکذیب کردند. نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی واکنش های زیادی در پی داشت زیرا اثبات کرد که تجاوز به زندانیان در زندانها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی به روال سالهای دهه 60 و 70 ادامه دارد. رضا معینی مسئول گزارشگران بدون مرز که پیشتر نیز احتمال تعرض به زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار ایرانی کانادایی را مطرح کرده بود در واکنش به نامه کروبی گفت شکنجه و تجاوز در زندانهای ایران وجود داشته و وجود دارد اما اهمیت نامه آقای کروبی هم به عنوان نامزد ریاست جمهوری و هم به عنوان یکی از مسئولان حکومت ایران در این است که یا تایید شکنجه و تجاوز در زندانها عملا این مسئله را طرح کرد. اهمیت این نامه رسمیت بخشیدن به چیزی بود که همه به صورت زمزمه طرح می‌کردند اما ادله خاصی برای آن نبود. در جریان وقایع سال 1388
منابع خبری از درگذشت دختری به نام ترانه موسوی خبر دادند که در نزدیکی مسجد قبای تهران ربوده شد و ماموران در خودرو به او تجاوز کردند و سپس به دلیل خارجی دستگاه تناسلی و مقعد او به بیمارستان بردند. اما ترانه جان باخت و ماموران جنازه‌اش را در بیرون از بیمارستان آتش زدند. با انتشار این خبر تلویزیون دولتی ایران مدعی شد که تنها سه ترانه موسوی در کشور وجود دارد و هر سه نفر سالمند. با این حال منابع خبری که عکس‌های از قربانی منتشر کردند و بعدها مشخص شد که افراد دیگری نیز با این نام وجود داشتند. ضمن اینکه روایت‌های زندانیان زن اثبات می‌کرد آزار جنسی زنان زندانی در ایران در فرایند سیستماتیک ادامه دارد. هنگام شهیدی، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی در خاطرات خود از بازجویی‌های سال 1388 مواردی از آزار جنسی زنان توسط بازجوها را روایت کرده. مثلا اینکه بازجو روی سینه یکی از زنان زندانی اسکناس گذاشته و گفته بود که چه قیمتی دارد. بازجوها از خود او نیز خواسته بودند که به ارتباط نامشروع با خاتمی و کروبی اعتراف کند. نیلوفر بیانی زندانی محیط زیست نیز در بهمن سال 1397 نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای نوشت و در آن افشا کرد که بازجویان اطلاعات سپاه او را زیر شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدیدهای جنسی قرار دادند تا اعتراف کند. نرگس محمدی کنشگر مدنی و سیاسی نیز بارها از آزارهای جنسی زنان در زندان‌ها سخن گفته است. او اسفند 1399 با انتشار ویدیویی درباره تعرض به زندانیان زن در بازداشتگاه هشدار داد و اعلام کرد که نه تنها شکایت‌های عده‌ای از زنان زندانی از آزارهای جنسی در بازداشتگاه‌های امنیتی بی‌نتیجه مانده است، بلکه آنان به تشویش اذهان عمومی نیز متهم شدند. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در روایت دیگر آزار جنسی بر خود نیز چنین تعریف کرد: رئیس زندان به من حمله کرد، تعرض‌ها و توهین‌های خشن کرد، مقاومت کردم، آنها من را می‌کشیدند و هول می‌دادند، می‌خواستند من را به اجبار سوار ماشین کنند، بر زمین نشستم، رئیس زندان من را بلند کرد و به سوی ماشین پرت کرد، سرم داخل ماشین بود و پایین تنه هم بیرون بود، وقیحانه پایین تنه من را گرفت و هول داد داخل ماشین و روی ساق پایم نشست. رئیس زندان بعد از ضرب و شتم و توهین سرش را لای موهایم کرد، اسم کوچک من را صدا کرد و گفت سیگارش را برایش روشن کنم. توصیف آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در زنان می‌گذرد را می‌توان در همین چند جمله نرگس محمدی خلاصه کرد که گفته بود من بارها و بارها چه در سلول‌های انفرادی و چه در بند عمومی زندان اوین، حتی در بند عادی زنان زندان زنجان، روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان را شاهد بودم و شنیدم. او در کتاب شکنجه سفید نیز روایت‌ها و شهادت‌های بسیاری از آزار جنسی زنان در زندان‌های ایران را مستند کرد و بر این باور است که آزار و تعرض جنسی زنان زندانی برنامه‌ای هدفمند است که بازجوها برای شکست مقاومت زندانی از آن استفاده می‌کنند. ماهاست که کشور ما ایران شاهد خیزش عظیم مردمی و اعتراضات گسترده خیابانی که به دنبال گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، تحقق دموکراسی، حقوق بشر و پایان بخشیدن به استبداد هستند. زنان در این جنبش اعتراضی تأثیر به سزایی داشته و حکومت استبدادی و زن ستیز در سرکوب این جنبش برخورد خشونتبار با زنان را شدت بخشیده. تعرض به زنان به عنوان یکی از ابزار و اهرم‌های فشار سرکوب زنان که پیشتر نیز وجود داشت، در این وقایع به طور گسترده در حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها اعمال شده است. این امر مرا واداشت تا به اعتراض به مسئله تعرض به زنان و تلاش برای افشای توقف آن بپردازم. در روزهای گذشته تعدادی از بازداشت شدگان وقایع اخیر از محل دستگیری‌هایشان در خیابان‌ها و سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی اوین تا برخی بازداشتگاه‌های نامعلوم از زندان قرچک ورامی به بند عمومی زنان اوین منتقل شده‌اند که روایت‌ها تکان دهنده‌ای از شیوه‌های تعرض به زنان دارد. یک ماه پیش یکی از بازداشت شدگان در واقع در خیابان ربوده شده بود، به قرنطینه بندی در زندان
جوان اوین منتقل شد. دختر جوانی که بود، دختر جوانی بود که از فعالان شناخته شده و علاوه بر تجربه تلخ تعرض جنسی با روحیه بسیار بالا و محکم و مقاوم به زندان آمد. او از لحظه ورود به قرنطینه بند شکایت از مأمور متعرض و اعتراض به تعرض جنسی را کشفاً به زندان اعلام کرد و خواهان رسیدگی شد. آثار کبودی و زخم بر روی شکم و دور مچ دست و مچ پایش دیده می‌شد. او در خیابان در حال رفتن از خانه به محل دیگری بازداشت شده بود و اصلا در تجمع خیابانی بازداشت نشده بود. اما بازداشتش با خشونت همراه بود. حین انتقال به زندان با دستبند یک دست و یک پایش را به گیره‌های بالای سرش در ماشین بسته بودند. در حالتی که او آویزان بود و مأمورها در داخل ماشین بودند، با دست مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود. شکایت دختر جوان و سرشناس نه تنها موجب رسیدگی نشد، بلکه علی‌رغم تجمع و تحسن و اعتراضات در بند، پس از 4 روز به اجبار به زندان دورافتاده قرچنگ منتقل شد. چند روز پیش چند نفر از فعالان مدنی شناخته شده از زندان قرچک ورامی به بند زنان اوین منتقل شدند. آنها روایت‌های متعددی از آزار و تعرض به زنان بازداشتی و معترضان اخیر داشتند. این روایت‌ها اعتراض به تعرضات جنسی فیزیکی و کلامی چند بار به مقامات مسئولی که برای بازی به زندان قرچک رفته بودند گفته شده بود. از جمله در تاریخ 18 آذر مسئول حقوق بشر قوه قضاییه آقای کاظم غریب آبادی و بیشتر از آن رئیس سازمان زندان‌ها آقای حیات الغیب و نمایندگان مجلس از جمله زهره الهیان که برای رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌ها به زندان قرچک رفته بودند این روایت‌ها و شکایت‌ها را شنیده و قول پیگیری داده بودند که متأسفانه نه تنها رسیدگی صورت نگرفته بود بلکه صدا سیمای حکومتی در برنامه 23 آن را تکذیب کرده و به محض اعتراض و پیگیری فعالان مدنی بازداشتی در قرچک از جمله خانم‌ها ویدا ربانی و مژگان اینانلو آنها را از زندان قرچک به اوین منتقل کردند تا صدای بازداشت شدگان به جایی نرسد. یکی از دختران پس از بازداشت در خیابان در تجمعات اعتراضی توسط دو نیروی امنیتی سوار موتور می شود. یک مأمور به عنوان راننده در جلو و یک مأمور به عنوان مراقب پشت سر او می نشیند و دختر بارها در میان راه مورد اذیت و آزار و تعرض جنسی فیزیکی قرار می گیرد. تجاوز به یک زن 20 ساله که به اتهام رهبری اعتراضات بازداشت شد و سپس به بیمارستانی در کرج منتقل شد. بر اساس این گزارش این زن که موهایش تراشیده شده بود دچار لرزش‌های شدید و خونریزی مقعد شده بود و اکنون به زندان منتقل شده است. دختری به نام معصومه که 14 ساله و ساکن یک محله فقیرنشین تهران است پس از اعتراض معصومه در مدرسه با برداشتن روسری خود با دوربین‌های مدرسه شناسایی و بازداشت شد. او پس از بازداشت بلافاصله دچار پارگی شدید اندام تناسلی شد و به بیمارستان انتقال یافت. معصومه جان باخت و مادرش در حالی که قصد داشت کشته شدن دخترش را علنی کند ناپدید شد. همچنین در مورد نیکا شاکرنی دختر 16 ساله که روسری خود را در ملأ آن سوزان نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند و چند روز بعد مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که او درگذشته است. بر اساس گزارش‌ها کاربرد شکافی جسد نیکا نشان داد که جمجمه لگن دست‌ها و پاهای او بعد از تجاوزهای زیاد شکسته شده است. همچنین در جریان اعتراضات ایران تاکنون 574 دانشجو بازداشت و مفقود شدند و مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند. برای مثال ملیکا قره‌گذلو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به یک بیمارستان روانی منتقل شد و او را در آنجا تحت شکنجه قرار دادند. قره‌گذلو دانشجوی روزنامه نگاری پس از حمله ماموران امنیتی به خانه اش در 11 آبان ماه بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. زنان عموما در محل بازداشت در کوچه و خیابان و همچنین بازداشتگاه‌های موقت و حین بازجویی در سلول با فحاشی‌های رکیک جنسی و الفاظ آلت جنسی مواجه شدند. یکی از عوامل ایجاد در امکان تعرض جنسی فیزیکی و کلامی به زنان اعزام آنها از زندان قرچک به آگاهی شاپور است. آگاهی شاپور یکی از بدنام‌ترین و مخوف‌ترین بازداشتگاه‌های تهران است که محل به اصطلاح
اعمال بازوی های فنی و ضرب و شتم و آویزان کردن و شکنجه های فیزیکی برای گرفتن اقرار و اعتراف در آن امر رایج است و آمار چشمگیری از کشته شدگان در بازجویی را دارد. اغلب بازداشت شدگان با اتهامات فنی شرارت آگاهی فنی صورت بگیرد. این سوال جدی وجود دارد که چرا دختران 17 و 18 ساله ما در آگاهی شاپور برده می شود. واقعیت این است که بازرو کردن تعرضات بیشرمانه از سوی می تواند موجب ایجاد رعب وحشت در میان خانواده ها شود و از سوی دیگر بازگو نکردن آن سرپوشی بر جنایت حکومت بوده و افشا نکردن آن موجب تداوم این شیوه سرکوبگرانه علیه زنان می شود. لذا به نظر می رسد که می باید تعرض به زنان فعال و مبارز و معترض در ایران را به شکل گسترده و قدرتمند در سطح جهانی بازگو کرد تا با افشای آن عامل و باعث توقف آن شد. مسئله تعرض به زنان را از عامل تهدید و عقب نشینی زنان در عامل تضعیف و عقب راندن حکومت متعرض تبدیل کنید. در این باره نرگس محمدی چند روز پیش یعنی سه دی ماه 1401 همزمان با سرریز شدن اعتراضات ایران گفت روز سه‌شنبه در حیات زندان مشغول بازی والیبال بودیم که یکی از بچه‌های خبر انتخاب نیلوفر بیانی و سفیر قلیان و من را از طرف بی‌بی‌سی به عنوان زنان شجاع داد. آن شب بند 64 نفره ما غرق شادمانی و تبریک شده بود. بعد اینکه سه زن زندانی در فهرست زنان شجاع و تاثیرگذار جهان قرار گرفته بودند، احساس قدرت کرده و انگیزه مضاعف گرفتیم. آن هم درست زمانی که زنان در جنبش اعتراضی اخیر در ایران پیشرو هستند. آن شب در این فکر بودند که شجاعت به عنوان یکی از فضایل انسانی قابل احترام و تمجید و باعث رشد فرد است. اما واقعیت این است که بازتاب و دیده شدن فعالیت ها و مبارزات تاثیرگذاری آن را بر روی زندگی انسان های فزونی می بخشد و از طرفی بر جسارت و شجاعت فرد می افزاید و البته در کشورهایی با حکومت سرکوبگر امنیت فرد را تا حدودی تضمین می کند. بنده با اشاره صحبت‌های خانم محمدی می خواهم بگویم اگر رسانه ها نبودن بسیاری از وقایع و جنبش ها و افراد تلاشگر و مبارز به رغم شجاعت و شهامت و ایستادگی و آرمان‌خواهی چنین تأثیری در جهان پیرامونشان نمی گذاشتند و دامنه محدودی از افکار و افکان را درگیر کرده و میزان محدودی از تغییرات و تحولات را رقم زدن. تعداد بیشتری از انسان‌های مبارز و فعال زندگیشان به راحتی از دست می‌رفت. اکنون تأکید دارم شجاعت و جسارت و ایستادگی و مبارزه چنانچه با انعکاس رسانه‌ای و نهاد حامی حقوق بشر همراه گردد تأثیر کارسازی خواهد داشت و دستاورد همراه خواهد آورد. به ویژه این که در وضعیت فعلی به دلیل سرکوب گسترده حکومت نهادهای مدنی مستقل مردم تحت فشار بوده و فعالان مدنی در حوزه‌های مختلف در بازداشت و زندان به سر برند. در فقدان نهادهای مدنی قدرتمند مستقل مردمی توجه و حمایت رسانه‌ها و نهادهای حامی بین‌المللی حقوق بشر و افکار عمومی جهان امری ضروری. به عنوان یک زن فعال مدنی که برای گذر مسالمت آمیز مردم از حکومت دینی و استبدادی زنستیز برای تحقق دموکراسی حقوق بشر آزادی تلاش می کنم و خود طعم تلخ تعرض به زن و همچنین از دست دادن فرزند یک ماهیم را در 5 آذر 1400 در بازداشتگاه اصفهان چشیده و اعتراض کردم. باور دارم که ما زنان جسور و مقاوم و سرزنده و امیدوار در ایران علی‌رغم آگاهی از شیوه‌های سرکوبگرانه و خشونت آمیز حکومت و امکان تعرض و حتی تجاوز یا به خیابان‌ها آمده و به مبارزه ادامه خواهیم داد و تا لحظه پیروزی یعنی استقرار دموکراسی و صلح حقوق بشر و پایان دادن به استبداد عقب نشینی نخواهیم کرد. در پایان امیدوارم که هرچه زودتر ایران بانو آزاد شود و همه ما در کنار هم در ایران ما با صلح و آرامش زندگی کنیم. ممنون از اینکه وقتتون رو من دید. ممنون از شما خانم ستایش گرامی بابت سخنرانی خوبتون و خسته نباشید میگم به شما. خب دوستان نظرات شما رو میشنویم، اگر که تمایل دارید به مشارکت در موضوع بحث آزار و تعرض و
مشکلات زنان در ایران شما رو میشنویم. بسیار عالی. نکته هایی که شما فرمودین کاملا درسته. حالا در زمان اوایل انقلاب اگر بخوایم راجع به اتفاقاتی که برای زنانی که در اون زمان تحت این شکنجه آزارها یا تعرضها قرار گرفتن، متاسفانه به قول معروف به روایتی باقی موند، اما در حال حاضر به خاطر بودن فضای مجازی و رسانه و اطلاعاتی که به سادگی در اختیار مردم قرار میگیره، این جنایتی که جمهوری اسلامی داره در حق مخصوصا زنان، البته تفاوتی نداره، در حق مردم ایران داره میکنه، خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنه این اطلاعات به دست مردم میرسه و آگاه میشن. و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همچنان ما خبر درستی از آرمیتای عزیز هم نداریم که میدونیم که از اول این انقلاب چه، نمیدونیم واقعا چه اتفاقایی براش افتاده، به هر حال فقط شنیده هایی وجود داره، اما همچنان بیخبریم از وضعیت سلامت جسم و روح این عزیزمون که اسیر جمهوری اسلامی هست. خب دوستان عزیز، مجددا خسته نباشید میگم به همه شما و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودین. اما به بخش پایانی جلسه‌مون و بحث آزادمون میرسیم با موضوع حق رفاه اجتماعی و زنان مهاجر که این موضوع رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. از تمامی دوستان عزیز هم درخواست میکنم که نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. خوشحال میشیم که در واقع یک تبادل نظر اینجا شکل بگیره و نتیجه گیری خوبی داشته باشیم از این بحث. اما من در ابتدا یک کلیگویی اگر در مورد در واقع تأمین رفاه بخوام بگم، چیزی هستش که در واقع همه میدونیم یکی از دغدغه هایی که اکثر سیاست اکثر که یعنی میتونم بگم حتی جوامع پیشرفته و مختلف سعی کردن که حالا سیاست هایی رو در واقع اجرا کنن که مخصوصا در زمینه اقتصاد که باعث بهبود شرایط اقتصادی بشه، که در ادامه این بهبود یک رفاه اجتماعی و در واقع اقتصادی حاصل بشه. هرچند که میدونیم که همه اون رفاه اجتماعی که مد نظر هست از شرایط اقتصادی نمیاد، اما اینکه چطور وابسته باشن به هم میتونیم یه تعیین سطحی رو در نظر بگیریم برای مثلا توسعه یافتگی، که یه روش‌هایی رو در پیش بگیریم که حالا در واقع اون عملی ترین اونها رو بخواییم در نظر بگیریم توسعه انسانیه، که این باعث بهبود یعنی بهبود شاخص توسعه انسانی بهترین سازوکاره برای دست پیدا کردن به اهدافی که باعث ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی انسانها بشه. و حالا و بهره گیری از اون هم میتونه باعث توانمندسازی انسان ها بشه، یعنی حاصل اون توانمندسازی انسان ها میشه. در نتیجه وقتی سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه یک تحول اساسی داشته باشه، که همه اینا در گروه در واقع یک سری متغیراست، مثلا متغیرهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، که اینا رو من حالا در ادامه بحث سعی میکنم که بشکافم و راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. حالا اون رابطه قوی دو طرفه اقتصادی، یعنی اون توسعه و اون توسعه اقتصادی و اون توسعه سرمایه انسانی، یه رابطه قوی هستش بینشون که میتونه یکی از عوامل رشد اقتصادی بشه، که به تبع اون هم رفاه اجتماعی رو بخوایم در نظر بگیریم. یعنی در واقع باید در رشد دو طرف رو بخوایم در نظر بگیریم.
اما اولین مسئله که من میخوام اینجا راجبش صحبت کنم با شما دوستان، خیلی دوست دارم بحث رو به این صورت آغاز کنیم و این مشارکت شما عزیزان رو میطلبه که نظر شما رو، یعنی به عنوان حالا کسانی که در ایران زندگی کردید یا حتی زندگی میکنید، از نظر شما رفاه اجتماعی که وجود نداشته تو ایران یا حتی هم بوده، اگر اشاره کنید بهش، از هر کدوم از شما به هر حال مسائل زیادی هست به عنوان رفاه اجتماعی بخوایم در نظر بگیریم و دیدگاه هر کسی هم متفاوته نسبت بهش، هر کدوم از شما از اگر که دوست دارین میتونید یکی از مسائلی که برای شما به عنوان رفاه اجتماعی اهمیت داشته و داره رو عنوان بکنید. به طور مثال من از خودم شروع میکنم. از نظر من رفاه اجتماعی یکی از چیزهایی که برام اهمیت داشت این بود که انسانها باید همیشه فرصت در زندگیشون داشته باشن برای اینکه خودشونو بخوان رشد بدن، و حالا اگر فرصتی در سالهای گذشته به طور مثال از دست رفته، در سنین بالاتر هم اون فرصت رو داشته باشن برای اینکه بخوان جبرانش بکنن. من مثلا به خاطر یه همچین مسئله که تو ایران این فرصت رو پیدا نکردم و فکر کردم که میتونم اینجا پیدا کنم، در واقع این نظر من بود و احساس کردم مثلا تو این کشور فرصت به من داده میشه. خب اولین شرکت کننده خانم محمدی عزیز، شما رو بشنویم، بفرمایید. من همیشه وقتی صحبت میکنم در مورد رفاه، به نظر من خود من همیشه میگم من خودم شخصا نسل سوختم، ولی که همیشه رفاه برای دختران خیلی مهم بود. اینکه الان وقتی یا باید فرزندی توی ایران دنیا نیاری، یا وقتی دنیا میارید از لحظه دنیا آمدنش باید به این فکر کنی که هیچ چیز توی ایران نداره، این فرزند تو آینده ای نداره. من احساس میکنم فرزندایی که الان مثلا تازه دنیا اومدن یا کوچیکن یا 10 سالشونه، هیچ آینده ای برای اونها نیست. حتی همینطور که همین الانش هم ما داریم میبینیم دکتر مهندس هامون توی خط فقرن، تا برسه به این که بخوای فرزند ما بزرگ بشه، با اگر که این حکومت باقی بمونه هیچ امیدی به آینده فرزندان ایران نیست. یعنی رفاه واقعا، من که خودم همیشه میگم ما نسل سوخته ایم، ما فدا شده ایم، ولی کن رفاه به نظر من این برای فرزندای ما هستن که خیلی مهمه، که متاسفانه اگر که این حکومت ادامه پیدا کنه هیچ رفاهی، هیچ آینده، چه با تحصیل بهترین شغل رو هم داشته باشن، توی ایران هیچ آینده‌ای نیست. در صورتی که ما داریم می‌بینیم، الان داریم می‌بینیم کسی که اینجا خیلی کار نه آنچنان کاری در خارج از کشور داره، اما رفاه رو داره. آرامش، رفاه یعنی چی؟ یعنی آرامش رو داری، یعنی شب وقتی می‌خوای سرتو بذاری رو بالش اون حس آرامش رو داری. اما ماها از ترس فردامون همیشه حتی شب هم آرامش نداریم، و این یعنی نداشتن آرامش، نداشتن رفاه، نه از نظر مادی نه از نظر آینده. ما حتی برای حتی الان متاسفانه به حدی رسیده دنیای ایران که ما حتی نمیتونیم به روز زندگی کنیم، یعنی برای اون روز زندگی کنیم، برای اون روز، برای شبمون هم همیشه الان به یه جایی رسیده متاسفانه که هستم خیلی ها که حتی به نون شبشون هم محتاج شدن، و این دیگه به رفاه تفریحاتی و رفاه روح و تغذیه روح و اینها دیگه گذشته. ما دیگه حتی به حدی رسیده که نون شبشون محتاج شدن، و این دیگه به نظر من یعنی جایی رسیدیم که واقعا توی ایران، به نظر من توی ایران نیستم، ولی همیشه به خانوادم میگفتم، الانم میگم توی ایران دیگه نباید فرزندی دنیا بیاد، چون فرزندی که دنیا میاد متاسفانه مهر بدبختی رو داریم از روز اول داریم به این بچه میزنیم متاسفانه.
رفاه در ایران وجود نداره. مرسی. ممنون خانم محمدی عزیز، کاملا درسته از مسائلی که عنوان کردین که من عرض کردم حالا در طی بحث براتون بازش میکنم، نکاتی رو گفتین که دقیقا مربوط میشه. خب دوست عزیزی، اگر که حتی دوستان میتونید اگر در خارج از ایران هستین اونچه که ایجاد برای شما رفاه رو ایجاد کرده و در ایران نداشتید رو هم میتونید عنوان کنید، حتی مقایسه هم میشه کرد از لحاظ این که به طور مثال در کشور فعلی که زندگی میکنی چه رفاه اجتماعی برای شما هست و در ایران نداشتید. خانم مبینی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام و شبکه نامانه دیستان عزیز، شما که داخل ایران هستم و چند دیستانی که خواهد از ایران هستم. مرسی از این که برمان که جمعه هستم و حضور دارم و مرسی از این فرصت رو برمان که مرسی. فکر کنم که از منتظری که خانم ها که ایران نداشتن و ندارن و من خودم همیشه شخصا مطرح بودم نیستم که این موضوع حق انتخاب بودم نداشتن حق انتخاب، یعنی یه خانم حالا با خصوص اینه که توی حالا بازار دراسته فرهنگی که داریم، حالا با حال اون عزیزانی که توی سمت خوزستان بلوچستان یا حتی کردنشین هستن یا این بار بافت سنتی سمت خراسان هستن، حق انتخاب حتی در مورد این که مثلا با این آقا ازدواج بکنن یا نکنن اصلا چه ارزشی نسبت نظرشون داده نمیشه. حالا بحث جامعه بزرگتر نگاه بکنیم، خب حقوقی زیادی از خانم‌ها گرفته شده و اجازه هیچگونه انتخاب رو بهشون ندادن و ساده ترین چیز و شاید به نظر من شاید خیلی پیش پا افتاده ترین موضوع حق پوششه، حق انتخاب رنگ لباسه. من خودم توی اداره دولتی کار میکردم و اجازه نداشتم، حتی من به عنوان یه خانم اجازه نداشتم لاک بزنم و من گفتم اجازه نداری لاک بزنی، اجازه نداری مثلا به ناخوناتو بکاری ساده، اجازه آرایش کردن خیلی ملایم هم نداشتم و اینکه حتی رنگ لباس هامون هم باید کاملا یه رنگی بود سارا یا مشکی باشه یا سرمه‌ای باشه یا قهوه‌ای باشه، این نظر پوچش. حالا اینکه حق انتخاب تو میخواد یه خانمی تو بحث ازدواج تو حالا انتخاب که یه طرفه و اینکه به خانم مثلا میگن که شما حق انتخاب مسکن نداری، حق فلان نداری، حق طلاق رو نداری و این در واقع زن رو به عنوان نظرم به عنوان ببخشید فرد درجه دوم جامعه نگاه میکنن و این خیلی توهین بزرگی متاسفانه جایی که از دلایلی که تو بحث فرهنگ ما هم گسترش پیدا کرده، بحث سیاست جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام گذاشته قوانینشو و یه بحثیه که متاسفانه اگر قانون در واقع دموکراسی و در واقع قانون برابری اجتماعی بود، اجتماعی جنسیتی بود، این مسائل کمرنگ نبود حتی تو بحث قومیت ها، یعنی اگر یه قانون پشتش بود و یه خانم میتونست انتخاب بکنه هیچ وقت یه قومیت یا یه خانواده نمیتونست اون دختر یا اون خانم در واقع تحت در واقع انتخاب خودش قرار نده و بگی که من انتخاب بکنم. خود بحثه به نظر من یکی از بحثه که فکر میکنم اکثر خانوم ها توی ایران باهاش مشکل دارن و در واقع مهمترینه که چون بحث هم قانونی، بحث انتخاب، بحث ازدواجشون، حتی بحث فرزند و مسائل شغلی و همه چیز به طور کلی من فکر میکنم تو خانم بخواد قضا هم بخوره یه جوری بعد دوقات هست که اگه یه همسری خوشش نداره یه چون همسرم دوست نداره یا صلاح نمیدونه من چنین چیز رو نمیخورم یا حتی بحث نوشیدنی ها احوال به طور کلی، یعنی یک خانم اجازه حق انتخاب رو نداره، به خصوص حالا تو شهر کلانی مثل تهران یه مقدار بهتره نسبتا حالا بین خانواده ها، ولی توی شهرهای کوچیکتر و به خصوص حالا قومیت هایی که هستش چون قانون هم یه جورایی تحت درخشا قرار میده، این در واقع مسئله حق خانم ها خیلی خیلی اجهاب شده در اونجا. من واقعا تو ایران بیشتر اعتراض رو داشتم حق انتخاب بود، این مورد هم به خصوص در مورد انتخاب عقیده و مذهب هم حتی اجازه حق انتخاب ما نداشتیم، یه بحث خیلی در واقع جامعه حق انتخاب این بود. امیدوارم که با سرنگونی این رژیم ایران برگرده به اون شرایطی که حداقل
زمان پهلوی فقطی داشت حالا میخوام بگم ولی به طور کلی ایران داشت خوش میکرد ولی متاسفانه شرایطمون خیلی بدتر از همه کشورهای عربستان شده. عربستان داره پیشرفت میکنه ولی ایران متاسفانه با اون تمدن و به حال استعدادها و توانمندیها و فرهنگی که داره متاسفانه شرایط بد بود که در واقع مردم عزیز وطنم دارن سپری میکنن. مرسی از شما. مرسی خانم مبینی، ممنون از مشارکتتون. خانم رمضان دستتون بالا بود، دستتون افتاد یا اینکه یا خودتون منصرف شدین از صحبت کردن؟ اگر که تمایل دارید که خوشحال میشیم که مشارکت داشته باشید. خب گویایشون دسترسی ندارم به من. اوکی، خب صحبت های دو عزیز رو شنیدیم. من حالا یه کوتاه توضیح میدم. در واقع ما توی قضیه رفاه اجتماعی یه مسئله، یعنی غیر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، مسئله به عنوان حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری انسان ها تو جامعه در قبال همدیگه هم داریم که عرض کردم این خودش باعث ارتقای توانمندی میشه. یعنی اگر بخوایم حتی به موضوع بانوان هم توجه کنیم در این مسئله، در واقع همون حفظ کرامت انسانی که در مورد خانوما بخواد صورت بگیره و اون مسئولیت پذیری حالا افراد، اگر بخوایم آقایون رو یا مسئولین یا حالا دولت مردان هر چیزی در نظر بگیریم، این میتونه کمک کنه به ارتقای توانمندی خانوم ها در جامعه. حالا من 100% نمیخوام صحبتم بذارم روی فقط بانوان، درست انتهای بحث ما به قول معروف داخل پرانتز زنان مهاجر هست، اما اینکه چه شرایطی در ایران هست که زنان مهاجرت میکنن، یعنی چه رفاه اجتماعی برخوردار نیستن مهاجرت میکنن، اولویت ماست. اما به حال این رفاه اجتماعی باید شامل تمام اقشار جامعه بشه و معطوف به زنان نیست. اما نکاتی که باید خدمتون عرض کنم، من خیلی کوتاه اینو میگم خانم رضاوند عزیز، بعد مایکو میدم خدمت شما. از یک بُعد سلامت روانی در واقع میتونیم صحبت کنیم که وقتی در واقع اون رفاه اجتماعی باشه، امید به زندگی وجود داره، آمال و آرزوها وجود داره که انسان‌ها براش میتونن هدف گذاری کنن که در آینده به قول معروف به اون هدفشون برسن. این یکی از نکات خیلی مهمیه در رفاه اجتماعی که ما خانم رضاوند رو بشنویم، بعد من ادامه صحبت ها بودم. بفرمایید خانم رضاوند. خب خیلی ممنون از بحث آزادتون، موضوع جالبی بود برای منم. مثل خانم بیرجندی اتفاقا من همین رو میخواستم بگم، یکی از موارد زیاده، البته نه اینکه در اینجا مشکلات نیست، برها ما مهاجرین مشکلات خودمون رو داریم، استرس های خودمون رو داریم، اما بیایم خیلی هم چه چیزی باعث میشه که بمونیم با تمام سختی ها، یعنی اگه من خودم رو بذارم خب اینجا کم سختی نکشیدیم 5 سال این همه اذیت، با وجود این ترجیح میدم. یکی از موردی که خانم بیرجندی هم فرمودن اون احساس آرامش است، احساس امنیت است. من بسته به خودمه، به عنوان شهروند دوم نیستم حتی اگر یک مهاجر باشم. چیزهایی هست بین مردم، اونها چیز مهمی نیست اگر من نقدر قوی باشم نخوام بهش بها بدم، من جای پیشرفت دارم. اون احساسی که اگر خودم تصمیم بگیرم کاری رو انجام بدم، یا درس بخونم یا کاری رو انجام بدم، بسته به تصمیم منه، نه به یک مردی. البته جسارت با آقایون نباشه، منظورم خانواده هایی هستن که آقایون خانواده تصمیم میگیرن، حالا همسر، برادر، پدره، یا قانون، حتی بعضی از شغلات تو ایران مجاز نیست، خانم نمیتونه قاضی بشه. این منم که تصمیم میگیرم، این منم که میخوام این کار رو انجام بدم و راه برای من بازه. احساس اون امنیتی که چند من اینجا ببینید میتونم فکر کنم 5 سال آینده کجا، یه شغل خوب و ثابت دارم، قطعا حتما یک ماشین خواهم داشت، یک درآمد خوب خواهم داشت، یه زندگی خوبی خواهم داشت، میتونم چقدر درآمد دارم، چه بیزنسی رو شروع کردم. شما نهایت تصمیم، یک زن بتونه تو ایران پیش بینی کنه
در 5 سال آینده چیه؟ اینه که لابد ازدواج کرده و دوتا بچه داره اگه مجرد باشه، و اگرم متأهل باشه نهایت بگه خدا کنه به طلاق نکشه، وضعیت اقتصادی اگه بدتر از این باشه با همسرم به کجا میرسه، همسرم معتاد نشه، یا من همینی که هستم خانه‌داری هم که هستم بچه هام خدا کنه بچه هم دانشگاهی رفته باشه. غیر از این میتونه پیش بینی کنه یک زن خانه‌دار، یک زن حتی کارمند، توی اینکه امنیت شغلی دارم اصلا نمیتونه بدونه که فرداش کجاست، فردا میره سر کار شغلش از دست داده یا نداده، چیزی برای برنامه‌ریزی نداره. اما اینجا حداقل شما این برنامه‌ریزی رو دارید، اون احساس امنیت رو دارید، این خیلی خوبه. این همون احساس کرامتی که خانم بجندی هم صحبت کرد به شما میده، به عنوان شهروند دوم نیستید، این رو به شما این رو میده که شما میتونید تصمیم بگیرید. همه اینا مجموعه میشه رفاه اجتماعی. مگه یک زن یا یک انسان، مردم همین چه چیزی میخواد؟ شغل. ما شما اگر نتونید تو رشته تحصیلی خودت، چون ما مهاجر هستیم، چه بسا نتونید تو رشته که درس خوندیم، چون نتونید. آلمان کشور متفاوتی با کانادا و آمریکا، من آلمان رو مثال میزنم ولی کانادا اینطور نیست. شما میتونید تو رشته تحصیلی خودت بلافاصله شاید مشغول به کار بشی، اینجا یه مقدار سخت میگیرم، بعد هم دورای خودشونو بگذرونید. من چه تصمیم بگیرم این کارو بکنم، چه تصمیم بگیرم که این کارو نکنم، شغل برای من هست. اما ایران بوده، من در به در زدم تا زمانی که شغل بعدیمو پیدا بکنم، هیچ جایی حتی کتاب فروشی باورتون نمیشه، با اینکه من اشراف کامل داشتم و میتونستم مشاور خوبی باشم براشون که حتی مشتری چه کتابی رو انتخاب بکنه، چه کتابی رو بخونه، چه کدوم کتاب دردش میخوره. توانایی رو داشتم، رشتم بود. حتی در اونجا میگفت نه خانوم هستید، باید سنت این باشه، آخه شب خطرناکه، آخه ما حقوق پایین تر، یعنی یک بهونه های واجب. اینه که با تمام اینها باید ببینیم ما چی میخواییم از اون رفاه. هستن کسانی هم میان اینجا باز هم راضی نیستن، چیز فراتر از این میخواد، نمیدونم. اما من به عنوان یک خانوم که مهاجرت کردم با وجودی که سختی هایی که داره، این رفاه اجتماعی نسبی، بازم نمیخوام بگم کامل، همین رفاه نسبی رو دارم، بقیهش دیگه بسته به خودمه به نظر من. و اگر من اینقدر این شایستگی رو دارم، ارزش رو دارم، نمیدونم چه اسمی بذارم روش، دیگه بقیهش راه با خودمه، راه برای من باز هست. این حداقل بهترین چیزی که من برای خودم میخوام. حالا آزادی و چیزای دیگه هم که هست که خودتون میدونید دیگه. ممنونم. ممنون خانم رضاوند، به نکات بسیار عالی اشاره کردین. دقیقا همین مواردی بود که در واقع من میخواستم بحث رو بهتر بشکافم که شما لطف کردین و این کار رو انجام دادین. خانم مبینی عزیز بفرمایید. سلام مجدد، مرسی دوباره. یکی از چیزی که من اینجا برای من خیلی اهمیت داشت که برابری جنسیت داره، یعنی خانم و آقا، نمیگم 100%، ولی تا حدودی توی خیلی از مسائل برابری جنسیتی داریم ما به سطح جامعه، که در سایر تو ایران به هیچ عنوان اینجور نبوده. حالا اینکه حالا از حق فرزند بگیریم، حق این که بخوام من شغل داشته باشم، یا آقا هم میتونه داشته باشه، یا خانم هم میتونه داشته باشه. توی ایران یه سری شغل‌ها میگه فقط مختص آقایون هست و برای خانم‌ها نیست، و خب شغل‌های خیلی زیادی هست که به این صورت، ولی اینجا برابری جنسیتی خب برای من تو سطح جامعه خیلی برای من مهمه و میبینم تا حدی، نمیگم 100%، ولی خب تو درصد خیلی بالایی اینجا من میبینم واقعا. مرسی. ممنون از شما. بله، یکی دیگه از دقیقا همین عوامل هستش. بفرمایید بانو سواکوب عزیز. من خواستم چند تا نکته رو بگم. چند سال پیش توی برنامه سیستم شیشگانه ای دولت تصمیم گرفت که برای ارتقاء رفاه اجتماعی خصوصا در حوزه زنان اقدامات بکنه، که البته توی اون برنامه اینقدر اهدافهای مختلف به هدفگذاری مختلف شد که اصلا موضوع رفاه اجتماعی فراموش شد، چه برسه به اینکه به موضوع تخصصی ترش این در حوزه زنان. یکی از مواردی که اونجا قرار بود، یعنی مواردی که اونجا قرار باش کار کنن،
افزایش فرصت تحصیلات برای خانم ها بود، تضمین سلامتی و جنسی بود، سرمایه گذاری در سیاستهایی که فقر زنان و دختران رو کاهش میداد، تضمین مالکیت برای زنان و در حوزه حقوق وراثت بود و کاهش تبعیض در فعالیت ها فکر کنم در مورد فعالیت های سیاسی و افزایش ورود خانم ها به اون حوزه صحبت شد، اما هیچ کدوم از اینا عملا انجام نشد. و خب وقتی شخصی زمان میذاره 4 سال، 6 سال، 8 سال تحصیلات عالیه انجام میده، وقتش رو میذاره، از خودش میزنه، از کفیاتش میزنه، توقعی داره از جامعه که بیاد حالا بهش کار، حتی اقل چیزی که بهش بده کار بده، کار نیست، ازدواج، حالا در حوزه سلامت حتی اقل بهش بیمه بده، یه بیمه خوب بده، این هم بهش میده. در حوزه وراثت هم همین، در چیم دارم، در همین حوزه ها مثلا یه نوعی ضعفی هست، ولی همین خانم وقتی وارد یه جامعه حقوقی میشه با وجود باز اینکه مهاجره، بازم درجه 2 حساب میشه از لحاظ اینکه تبعه رو میشنوی، ولی باز میبینه که خب فرصت تحصیلات، فرصت کارش رو داره، حتی هنوز جواب نگرفته، یه سری چیز هم داره، یه سری از حقوقای مثل بیمه و اینا هم بهش تعلق میگیره. حتی مثلا ما الان نمونه‌ای داریم که وارد کار سیاسی هم شدن، خانم هم جوون هم وارد کار سیاسی هم شدن و موفق هم خانمان هم نتونم، اونا الگوی من هم نتونم، وقتی یه جامعه غربی داری بیشتر جامعه خودم، جامعه اصلی خودم به هم بها میده، من فرصت پیشرفت دارم، فرصت این کنم به نفس بهتری داشته باشم اونجا، خب چرا نکنم. الان از دوستای من، دختر فامیل من، خیلی هاشون برای تحصیلات عالیه رفتن و برمگشتن، همشون هم کار نیست، کشورم کار نیست، من بیام چیکار. وقتی توی رشته من توی ایران اصلا برای خانم کار وجود نداره، تعریف نشده، فرنگسازی نشده، برگردم که بچه اونجا من محترم هستم، به نقص جامعه ما که بازم متاسفانه از حکومت سرچشمه میگیره، نه برنامه ریزی و نه میخواد که پیشرفت صورت بگیره. ممنون که گوش دادی. ممنون از شما، مرسی از نکات خوبی که اشاره کردین بهش. دقیقا دوستان ببینید، از ابعاد مختلفی که داره در واقع اون رفاه، اگر بخوایم رفاه اجتماعی در نظر بگیریم، حالا با توجه به ماده 25 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حال یکی از اون بودا بود زیستیه. مثلا ما یه سلامت جسمانی خیلی مهمه و همینطور در مقابل معلولیت ها یا بیماری ها بخوایم اینو در نظر بگیریم که چه رفاهی برای کسانی که در کشور ما معلولیت دارن یا بیمار هستن. سلامت روانیه که اونو که گفتم خدمتون، که حالا در ادامه اون آرزوها و امید و اهدافی که گفتم، خب تغذیه هم خیلی تاثیر داره، تغذیه سالم و اینکه در واقع مواد مغذی در اختیار افراد جامعه باشه، که متاسفانه با شرایط اقتصادی بدی که الان توی کشور ما هست، من فهم کنم درصدی از جامعه حتی تغذیه سالمی هم ندارن. اون صحبتی که خانم محمدی عزیز کردن، معذرت می‌خوام، خانم مبینی عزیز صحبت کردن، در واقع همون بُعد حقوقی هستش که بهش پرداختن، که حالا یه قوانینی باید باشه که حالا از گروه های آسیب دیده یا آسیب پذیر، یا یه قوانینی مربوط به کودکان و جوانان، زنان و این مسائل باید در نظر بگیره. و بُعد اجتماعیش هم امنیت اول از همه، بعد مهارت اجتماعی و اشتغال، خانواده و تمام این چیزا، و حتی گروه هایی که مثل زنان یا کودکان که در معرض خطرن،
اینا ابعاد مختلفش هستن و در انتها هم بُعد اقتصادیه که در واقع بگیم فقر رو بخوایم اگر بررسی کنیم که باز تو همون فقر امنیت گنجونده شده، اون امنیت اجتماعی که باید وجود داشته باشه. بعد دوباره تو همون قضیه توسعه اقتصادی که اول صحبت هم خدمتتون گفتم که اون شامل این میشه که افراد توانمند بشن، اشتغال داشته باشن، مسکن داشته باشن. یه مطلب جالبی که خوندم در مورد مقایسه کشورهای اروپایی با ایران در رابطه با همین رفاه اجتماعی، یکی از مواردی که بهش اشاره شده بود خیلی جالب بود و اونم توانمندی حالا افرادی که در کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و اتریش دانمارک اگر اشتباه نکنم اشاره شده بود، سهولت پرداخت قبض آب و برقشون و گازشون بود. یعنی علاوه این که عنوان میشه و همه میدونیم که مثلا میگیم اینجا گرون تر است مثلا نسبت به ایران و مصرف اگر بخوایم مقایسه بکنیم، اما یکی از مسائلی که مد نظر قرار گرفته بود توی اون شاخصی که من خوندم پرداخت راحت بود برای کسایی که در کشور اروپایی زندگی میکنن. اما یک موضوع دیگه هم وجود داره در این رفاه اجتماعی که اگه بخوایم صحبت بکنیم ازش، یه مفهوم دیگه هم هست که اونم عدالت، یعنی حالا صحبت خانم مبینی عزیزم که گفتن اون عدالت، حالا اون برابری جنسیتی که گفتن، ولی حالا ما در کل میخوایم بگیم که مثلا اون برابری که باید وجود داشته باشه و اینکه اون عدالت اجتماعی که باید در واقع کلیه جامعه رو در نظر بگیره، از لحاظ سطح درآمد، سطح کیفیت زندگی، این چیزی که خیلی اهمیت داره و اینکه چطور این اتفاق بیفته و مهم هست این برای تمام افراد جامعه که همه اقشار جامعه از لحاظ سطح زندگی توی کیفیت بالایی باشن و یه سطح بالایی زندگی کنن. ولی یه سوالی به وجود میاد، اونم این که آیا مثلا همه برابری و عدالت رو در این میدونن که سطح زندگی همه انسان ها مثلا در یک جامعه به یک اندازه باشه، یا اگر بخوایم یک تقسیم بندی بکنیم که بخواد در واقع اون عدالت رو برقرار بکنه، میتونه شاید این تقسیم بندی بر اساس استعدادها و توانمندی ها هم باشه. یعنی بگیم مثلا هر کسی رفاه خودش رو یا کیفیت زندگیش رو سطحش رو با استعداداش، تلاشش، کوششش بالا ببره، یا اینکه نه مثلا موافق هستید یا نظرتون بر اینه که نه خب همه اقشار جامعه، به طور مثال میگم، البته نمیخوام این چیز باشه ولی میتونم بگم نظریه کمونیستا در واقع تو همین فاز هستش که همه اقشار جامعه هر اندازه که کار بکنن اما کیفیت سطح زندگیشون به یک اندازه باشه. آقای پورمند بشنویم شما رو، بفرمایید. درود خدمت همه همکاران عزیز. اول عرض ادب میکنم و اینکه در مورد مسئله که فرمودید، این که برابری به این معنا نیست که اگر من تلاش کردم، یه بیزینسی دارم، یه نفرم که تو خونه نشسته با من، درآمدش یکسان باشه. برابری به این به نظر من تعریفش اینه که بستر رشد فراهم باشه برای هر فردی که میخواد تلاش کنه، حالا تو هر زمینه ای، چه اقتصادی، چه تحصیلی، چه هر زمینه دیگه ای، و این باعث به وجود مدن برابری میشه. به نظر من بستر فراهم باشه، هر کسی هر تلاشی توی هر زمینه ای، استارتاپ میخواد داشته باشه، میخواد نمیدونم حالا بیزینس داشته باشه، میخواد درس بخونه یا هر چیزی، موقعیتش فراهم باشه و شانس مساوی داشته باشن که بتونن توی بستر فعالیت کنن، و اینکه حالا هر کسی دیگه به اندازه اون تلاشش یا اون کاری که انجام میده میتونه برداشت داشته باشه. این نظر شخصی من بود، در خدمتتون هستم. بسیار عالی، ممنون آقای پورمند.
نکته درستی اشاره کردین. خانم محمودی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود خدمت خانم بیرجندی عزیز و تک تک همکارانم، خیلی بسیار آموختم ازتون، سپاس به خاطر همه زحماتتون. من اینجا قبل از اینکه بخوام توضیحاتمو بدم، خانم بیرجندی اینجا موضوع هست حق رفاه اجتماعی توی پرانتز زنان مهاجر، یعنی فقط در مورد زنان مهاجر ما باید صحبت کنیم در این پرانتز، یا میتونیم یه کمی؟ نه خانم محمودی جان، اتفاقا گفتیم که چه مسائلی مورد توجه برای کلیت انسان‌های جامعه و مخصوصا زنان که باعث مهاجرتشون میشه، اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم. آره خب، آره میخواستم که موضوع رو درست فهمیده باشم، فقط اون تایمم تموم شد، دوام بدید که من جنبندی کنم. رفاه اجتماعی، ما با یک مسئله که در تمام دنیا در خصوص زنان باهاش مواجه هستیم، خشونت اقتصادی است. یعنی در پیشرفته ترین کشورها هم ما میبینیم که زنان با مردان از لحاظ مدارج علمی و تخصصی یکسان هستن. اتفاقی که میفته خیلی وقتها زنانی با مدارج علمی بالاتر افرادی مدیرشون هستن از جامعه مردان، مثلا یک خانم فوق لیسانس مدیرش یک آقای لیسانس هست و داره حقوق بیشتری رو میگیره، شاید توی جامعه جهان سوم و مثلا حالا تو جامعه جهان توسعه یافته‌تر کمتر ببینیم، ولی توی ایران ما خیلی زیاد داریم اون رو میبینیم. یعنی من میخوام برگردونم این مسئله رفاه اجتماعی رو به بحث خشونت اقتصادی که به زنها میشه. یعنی در ایران زنان وقتی، اولا اینکه زنان نمیتونن توی تمام رشته ها و تمام اصلا خیلی از مهارت ها رو نمیتوانن برن شرکت کنن، توی دانشگاه نمیتونن درسش رو بخونن، وقتی که میرن این کار رو انجام میدن، یعنی یه خانمی مکانیک میشه و استعدادش هم داره، بعد توی استخدامی دوباره براش یه فیلتری میذارن، ولی اگه اون خانم بتونه از این فیلتر هم بگذره، یا باید بره زیر دست کسی قرار بگیره که از لحاظ علم و دانش و تخصص پایین تر از خودشه، یعنی رده های میانی و پایینی، در رده های بالا کمتر میتونه اون شغل رو داشته باشه، و وقتی که ما نتونیم در رده های بالای شغلی قرار بگیریم، خب نمیتونیم حقوق بالایی رو هم دریافت کنیم. و توی اون زمان هم اتفاقی مثلا که توی جامعه ایران میفته این هستش که حقوق پایین تریه و خیلی وقتها زنان از مثلا بیمه کردن برای زنان خیلی کم اتفاق میفته، و یا زنان مجبورن برن توی جاهای خصوصی کار کنن، یا برن جاهایی که مرتبط نیست به رشته تحصیلیشون کار کنن. خب این مسئله یه مسئلهیه که ما میبینیم که کمتر میتونیم به اون رفاه اجتماعی یا برابری کنیم از لحاظ مالی با مردان در جامعه، و من این رو یکی از دلایل مهمش میدونم. حالا باز در ادامه اگه چیزی به ذهنم رسید در خدمتتون هستم. بسیار عالی، بله کاملا درسته خانم محمودی عزیز. خانم رمضان شما رو بشنویم. درود مجدد، من عذرخواهی میکنم بابت اون سری که دست بلند کردم، یه تلفن مهم خورد، متاسفانه بخشی از جلسه رو نبودم. در رابطه با رفاه اجتماعی، اون شاخصایی که تو ذهن من هست و هممون میدونیم و همونطور که دوستان اشاره کردن، شاخصایی مثل آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال جمعیت و حالا هزینه ها و درآمدا. حالا در کنارش یه چیزی شاخصای فرعی هم هست که در رابطه با بیشتر مورد مسجد میکنه، گذران اوقات فراغت، دسترسی به تحصیلات فرهنگی، حالا محیط زیست، امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانی. اون چیزی که منو تو ایران خیلی اذیت کرد این بود که همونطور که دوستمونم گفت، زن به عنوان درجه دو تو ایران محسوب میشه، برخلاف اروپا که زن همیشه در مقام اول، در ردیف اول، و بعد میگن فرزند، و حتی ببخشید جسارت به آقایون نباشه، چیزی که شنیدم تو اروپا میگن حیوانات یعنی سگ و بعد مرد، که این خب این خودش قشنگ نیست، ولی خب چیزی که تو اروپا من شنیدم که این ترتیب بندی هست که زن در مقام اول. ولی چیزی که تو ایران من خودم بارها باش مواجه شدم از دعوت با رفاه اجتماعی این بود که متاسفانه کرامت انسانی و شأن و شخصیت زن اصلا به هیچ عنوان، نه تو ملای عام، نه تو حالا مجامعه که حتی مدارس یا دانشگاه یا هر جایی بشه، رعایت نمی‌شد.
و چیزی که خیلی من اذیت کرد تذکرات گشت ارشادی بود که در ملای اون، حالا فکر کنید یه شخص شاید در ظاهر حالا پوشش مناسبی که حکومت توقع داره نداشته باشه، ولی هیچ وقت نباید جلوی جمع اینجور با این لحن با این برخورد زشت بخوان تذکر بدن. و اینکه به نظر من اصلا این کارشون اصلا قشنگ نبود، و حتی در اوقات فراغتی که جزو حالا رفاه اجتماعی فرعی حساب میشه، حتی تو اوقات فراغت هم ما نمیتونیم آزادانه اونجور که دلمون میخواد به تفریحاتمون بپردازیم. تو جای جای کشوری که حالا ما مسافرت میکردیم، چه شمال باشه چه جنوب باشه چه هر جایی که باشه، متاسفانه با برخوردهای خیلی بدی مواجه میشدیم که چرا حالا شالت افتاده، چرا مثلا تو صدای موزیک تو ماشینت بلنده، اصلا یه چیزای خیلی مسخره و پیش و پا افتاده که اصلا به این ور اگر بخوای با یکی درد دل بکنی اصلا میخنده، فکر میکنه توهمات ذهنیه، فکر میکنه اصلا هم چیزایی امکان نداره، چیزایی که واسه ما ترس بوده واسه اینا خاطره است. اصلا یه چیزایی آدم مقایسه میکنه میبینه که متاسفانه تو کشوری بزرگ شدیم که ببخشید یه مقدار نفسم بند اومد، مایک رو رها میکنم، بسایی میکنم. ممنون خانم رمضان عزیز، شما دقیقا به نکات مهمی اشاره کردین که در واقع حالا در مجموع صحبتهایی بوده که من میخواستم انجام بدم، اما خیلی دوست داشتم که از صحبتهای شما دوستان استفاده کنم و شما رو بشنوم. این تاثیرش بر اینه که به حال ما با نظرهای همدیگه آشنا میشیم و حتی اگر که فکر کنیم که امروز در واقع اولین روز آزادی ایرانه، اینکه بدونیم که چه چیزهایی در کشورمون وجود نداره و برای چه نداشته هایی باید تلاش بکنیم که به دست بیاریم و کشورمون رو بسازیم. به هر حال هر کدوم از ماها هر تجربه ای رو اگر بخوام بگم در ایران داشتیم که مربوط به این قضیه می شده، چون همونطور که اولش عرض کردم خدمت شما، خیلی بحث رفاه اجتماعی بسیار بحث گسترده ای و حتی سنجش یک کشوری از لحاظ این که بگیم رفاه اجتماعی مردم اون کشور فراهم شده هم باز هم معیارهایی داره که خیلی اهمیت داره، و من هر کدوم از این نکات رو مطالعه کردم، متاسفانه از هر نظر که من نگاه کردم شاید نمیشه بگم صفر و برم به منفی صفر به همین ترتیب به پایین، و متاسفانه هیچ نمره ای رو حتی در حد صفر هم نمیشه به تمام معیارهایی که مد نظر هست بدیم. و اینکه از اول این جلسه هم تا الان صحبت هایی که شد در مورد موضوعات سخنرانی بچه ها، چه در مورد گزارش نقص، چه کنوانسیون، چه سخنرانی خانم ستایش از اگه اشتباه نکنم، به هر حال تمام مسائلی هم که حتی عنوان شد درش، هم به امنیتی که کاملا مربوط میشه به رفاه اجتماعی، هم به حقوق و تمام مسائلی که در این صحبت شد، در واقع همون رفاهیه که به صورت حد اکثری میتونیم بگیم برای زنان جامعه همون وجود نداره دیگه، برای آقایان هم در کنارش همچنان همینه، ترس از آینده، نداشتن شغل مناسب. به هر حال آقایون هم چه جوان ها باشن چه حالا در هر سنی باشن، نیاز به این دارن که در یک بره زمانی زندگی داشته باشن، آینده خودشون رو و اون چیزی رو که حتی در کودکی براش برنامه‌ریزی کردن، نوجوانی، جوانی و حالا به سنی رسیدن که باید در واقع تو اون هدف قرار گرفته باشن، اما متاسفانه نه تنها به اون هدف نرسیدن، شاید در حال حاضر بشیم بگیم که بتونیم بگیم که سالهای سال هم از اون اهدافشون دور شدن. خب دوستان اگر نظر دیگری دارید شما در رابطه با مسائلی که صحبت شد، خوشحال میشیم بشنویم شما رو، و حتی اگر پیشنهادی در این زمینه دارید هم بسیار عالی است. اگر بخواید اشاره کنیم به اینکه چه پیشنهادی داریم که گفتم فکر کنیم مثلا امروز اولین روز آزادی ایران، بخوایم پیشنهاداتی رو داشته باشیم برای اینکه بگیم چه چیزهایی رو در نظر بگیریم که اون رفاه نداشتمون رو به دست بیاریم. خب بله خانم مبینی عزیز بفرمایید شما.
سلام مجدد، خوشحالی میکنم من خیلی خیلی در صحبت بکنم. این در خصوص برابری که فرمودید شما و عدالت از لازم خودم دارم. عدالت یه جور حس عدالت خواهیه، حس عدالت طلبیه. یعنی که مثلا من یه محیط کاری دارم کار میکنم، یه حس که در واقع شو اگر این جایگاهی که باید داشته باشم رو ندارم و من مثلا در جایگاه پایین تر قرار میگیرم، ولی مثلا همکار دیگه من که در اون جایگاه نیست، یعنی در اون شایستگی اون جایگاه رو نداره، در واقع میشه گفت در رد. این یه جوری حسیه که آدم حس میکنه و واقعا هم واقعیت. ولی برابری، خب این برابری میشه گفت یعنی همه افراد، حالا چه جنسیت باشه، چه عقیده باشه، چه در واقع چه قومیت باشه، یه بحثیه که قوانینی که کاملا مشخص شده است، به نظر یه قانونی که میتونم به گذاشته بشه و کاملا در واقع چه بود برای قوانینی که برابری رو مشخص بکنه. و این فکر میکنم عزیز من حالا رو اطلاعاتی داشتم و امیدوارم که حالا به ایران به یه جایی که بسه که هم بحث عدالت کاری که مردم ایران دارن، اینکه اینقدر رول که شده در حق حال هم خانوم ها هم آقایون هر کدوم به یه در واقع نوعی، امیدوارم که این در واقع برای این جمهوری اسلامی که در واقع سرنوشت یافته، حالا این حس در واقع عدالت خواهی که ما هممون داریم یه جوری در واقع انجام بشه. ولی خب این برابری یه بحث جداتریه، ولی خب هر دوشون با هم دیگه یه جوری مکمل هم میتونن قرار بگیره. با تشکر. ممنون خانم مبینی عزیز. بله دقیقا برابری که گفتیم در مورد حالا چه برابری جنسیتی یا هر چیزی که صحبت کردیم، گفتیم هر چیزی که کمک کنه به توانمندسازی انسان ها، چه خانوم ها چه آقایون، فرق نمی کنه. ولی خب چون زنان و کودکان همیشه در جامعه از اقشار آسیب پذیرتری هستن نسبت به آقایون، خب این اهمیت بیشتری داره که میتونه در واقع کمک کنه و اون توانمندسازی، اون برابری رو به وجود بیاره که از رفاهی که باید حالا مردم جامعه برخوردار بشن ازش اون اتفاق بیفته. و همون عدالت بخوایم بگیم، در نظر بخوایم بگیریم، هم برقرار بشه. خب دوستان، حالا اگر تا زمانی که بخواید مشارکت کنین، من یه سری معیارها رو براتون میخونم در مورد اینکه بخواید بگیم که چه کشور، یعنی کشورها از چه نظری براشون معیارهایی رو قرار میدن یا به چه صورت تحلیل میکنن که اون عملکرد کشور رو به چه صورت بوده، که بخواید بگیم اون کشور مثلا در اون رفاه رو برای مردم جامعهش فراهم کرده یا نه. و خیلی دوست دارم وقتی میخونم، اگر که حالا دوست داشته باشید مقایسه کنید با چیزایی که در ایران هستش. برای همین که من عرض کردم به دقیقا نمره هم منفی میره به پایی، میتونید مقایسه کنید. ببینید یکی از موارد مهمی که هست در این قضیه، مجدد میگم برای اینکه یک کشوری رو بخوام بگن که رفاه اجتماعی در اون کشور وجود داره، کیفیت اقتصادیه. یعنی برخوردار شدن از بنیادهای اقتصادی سالم و باثبات که سبب افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح کلی رفاه میشه. این یکی از مورد هاست که حالا اینکه چگونه کشوری تونسته ثروت تولید کنه و چجوری اون ثروت رو بین شهرونداش تقسیم کنه و به قول معروف یه سهمی برای هر کدوم از شهروندا در نظر بگیره، که اون مشارکت نیروی کار بالا یا اون رقابت تجاری، اون چیزایی که تو اون کشور در واقع بهش بستگی داره و میزان دسترسی بستگی داره، این نکته خیلی مهمه. و اینجا میخوام براتون اشاره کنم که ایران در واقع هر آنچه هم که الان داره در میتونیم بگیم بر اساس منابع طبیعی مثل نفت و گاز و اینا هستش، ولی تولید ثروت نکرده. این نکته خیلی مهمی بود. بعد محیط تجاری هستش که حالا مثلا یه ملتی عامل مهم و تعیین کننده هم تو تعیین اون رفاه اون کشور، که یه محیط تجاری قوی باشن، یه فضای خلاق داشته باشن، کارآفرینی درست کنن،
فراهم کنن، ایده های جدید بدن و فرصت هایی رو برای دقیقا پیشرفت ایجاد کنن که اون رفاه اون بهزیستی اجتماعی و ثروت رو موجب بشه. خب اینم باز مثلا حتی همون دلیلی هم که من برای شما آوردم برای اینکه گفتم من چه موردی برام مد نظرم بود، یکی از دلایلم همون به دنبال فرصت ها رفتن. شاید برای همین اینکه بتونم یک خلاقیتی یا یک کارآفرینی یه چیز داشته باشم به این صورت. مورد سوم که مورد مهمی هستش، میگه که جوامعی که به خوبی اداره میشن از سطح بالای رشد اقتصادی و رفاه شهروندان برخوردارن، حکمرانی یعنی ماهیت حکمرانی یک کشور رو رفاه اون کشور تاثیر داره و حاکمیت قانون، نهادهای قوی و کیفیت مقررات هم به طرز حائز اهمیتی به رشد اقتصادی کمک میکنه. که چقدر به این واژه حکومت‌ها اینجا اشاره شده و همچون حکومت‌های مؤثر، منصف، مسئولیت پذیر که بتونه اعتماد عمومی رو بالا ببره، یعنی دقیقا تمام اون چیزایی که در کشور ما معکوس هستش که نهایتا سطح زندگی بالا بره و رضایت از زندگی دست در واقع بین شهروندا به دست بیاد. مورد سوم آزادی فردیه. من مجدد میگم دوستان اگر توی این چیزایی که من میخونم دوست دارید که مشارکت کنید و نظرتون رو بگین خوشحال میشم و میبینم دستتون رو بالا کردید. مورد بعدی آزادی فردیه. تو کشوری که شهروندا از آزادی بیان، عقیده و تشکل برخوردار بشن، سطح بالاتری از درآمد و رفاه و تجربه میکنن و جوامعی که به حقوق مدنی و آزادی‌های فردی و اجتماعی احترام بذارن، در عین حال این حقوق رو ایجاد کردن و نشون دادن که از سطح بالاتری از رضایت در بین شهروندان برخوردارن. و همینطور کشوری از سطح بالای درآمد طبیعی برخوردار میشه که شهروندان اون آزادی‌های فردی داشته باشن و در عین حال هم مورد حمایت باشن. این تنوع اجتماعی در جامعه باعث استقبال میشه و باعث برانگیخته شدن نوآوری در اون میشه. پس یعنی ببینیم که چقدر این نوع آزادی‌ها در برگیرنده حقوق شهروندی و آزادی های افراد جامعه میشه. بعد خب اینا رو سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که حوصله‌تون رو سر نبرم. سرمایه اجتماعی به صورت تیتربار میگم خدمتون و موضوع دیگه ایمنی و امنیته، یعنی ایمنی و امنیت و ایمنی شخص، حالا تو درآمد و رفاه اگر به خطر بیفته، یعنی اگر امنیت به خطر بیفته سطح درآمد و رفاه اون شخص هم به خطر میفته و این ایمنی و امنیت هر دوتاشون با تأمین رفاه همسو هست و یه شرط ضروریه واسه جذب سرمایه و پایداری رشد اقتصادی. یعنی دقیقا هم باز همون چیزی که متاسفانه ما تو کشورمون نداریم، یک ثبات در واقع، یک امنیت، یک محیط امن و پایدار و بهزیستی مردم به امن بودن شرایط زندگیه و ایمنی فردیه. و حالا اینجا به عبارت دیگه یک ملت صرفاً در یک محیط امن و ایمن برای شهروندهای خودشو میتونن به رفاه دست پیدا کنن که خب این خودش یه دلیلیه که امنیت ملی و فردی شهروندان رو تو امان باید در نظر بگیریم. و نکته بعدی آموزش هستش که میگه عامل مؤثر و برجسته برای جوامع موفق آموزش، یعنی دسترسی به آموزش، کیفیت آموزش و سرمایه انسانی در حوزه آموزشه که این برای جامعه مرفه و پیشرفته آموزش سرمایه انسانی مثل بلوکای ساختمانیه که با انباشت سرمایه انسانی به رشد اقتصادی کمک میکنه. و نکته آخر دو نکته آخر که باید بگم خدمتون، سلامت هستش که حالا قبلا یه صحبتی در مورد سلامت کردیم که بخوایم در مورد سلامت جامعه صحبت کنیم و اینکه چه تأثیری داره در سطح رفاه. و نکته آخر محیط طبیعی هست که حالا اون محیط با
کیفیت بالا احساس بهزیستی و رضایت میده به جمعیت کشور از طریق خصوصیات عواملی مثل حالا مادی کیفیت هوا میشه، اجتماعی محیط سبز برای گرد همایی، حالا یا نمادین مثل غرور و افتخار نسبت به پارک‌های ملی، حالا یا میشه تا خدای من فراموش کردم اینو، حالا نسبت به اینا فراهم کنه. و حالا یک محیط با کیفیت بالا هم مزایای مادی و اقتصادی پایدار تامین میکنه که اینا همه تاثیر داره توی اون مسائلی که معیارهایی که عرض کردم خدمت شما دوستان برای اینکه یک کشوری به عنوان یک کشوری با رفاه اجتماعی بالا در نظر گرفته بشه. خب دوستان، من مطالبی که تهیه کرده بودم برای شما که توی این جلسه با هم دیگه در موردشون بحث بکنیم رو در اختیارتون گذاشتم و باز اگر که نکاتی هست که من بهش اشاره نکردم یا در موردش صحبت نکردم میتونین عنوان کنید که بشنویم اگر چیزی از قلم افتاده. و اگر هم که نه، من یه جمع‌بندی کوتاه کنم از بحث آزاد امروزمون و جلسه امروزمون و جلسه رو به اتمام برسونم. خب صحبتهایی که از شما عزیزان شنیدیم، مسائلی که بسیار مهم بود برای این که بخوایم از لحاظ رفاه اجتماعی در نظر بگیریم، که هرچند که حالا این رو هم میدونیم، در این نکته رو خودم فراموش کردم بگم که هر زمان که رفاه اجتماعی در یک جامعه به سطح یعنی اقتصادی مخصوصا سطح اقتصادی پایین میاد مهاجرت خیلی زیاد میشه. این در ایران اینو سنجیدن اندازه‌گیری کردن و تو چه سالهای حتی درصد مهاجرت زیاد شده و چه سالهای کم شده رو هم حتی نتایج تحقیق وجود داره. اما نکات مهمی که بود، یکی این بود که اهداف انسان‌ها توی زندگیشون، کودکانشون و یا حتی خود و خانواده‌شون، چه از لحاظ شغلی چه برای تحصیل وجود نداره و هیچ کسی نمیتونه برای آیندهش هدف گذاری کنه، که خب اینو گفتیم این مربوط میشه به همون سلامت روانی جامعه که اگر بخوایم در نظر بگیریم احساس آرامش و امنیت بود. و نظرات دیگه ای که بود در مورد حق انتخاب بود، چه در پوشش چه در ازدواج، و اینکه اصلا بخوایم این فکر کنیم که به نظر شخص یک زن در یک جامعه چقدر اهمیت داده میشه. و همینطور در مورد فرصت تحصیل برای خانمان صحبت کردیم و مطالبی که دوستان عزیز اشاره کردن بهش، و همینطور برای فراهم شدن بستری برای اینکه انسان‌ها بتونن در جامعه فعال باشن، تلاش کنن و اون موقعیتش رو در واقع باید دولت در اختیارشون بذاره. و نکته آخری که صحبت شد در مورد کیفیت زندگی بانوانی بود، در واقع که سطح تحصیلات بالایی دارن اما با حقوق پایینی زندگی میکنن، و یا اینکه در محیط کار و یا در زندگی برابری با زنان، برابری با مردان ندارن، که اینا نکاتی که من خدمتتون عرض کردم مجموعه ای هستش از در واقع اون رفاه اجتماعی که باید این معیارها رو درش در نظر بگیریم تا یک کشور رو که امیدوارم که به زودی در کشورمون ایران تجربه کنیم اون رو مد نظر قرار بدیم که بتونیم بگیم ما کشوری داریم با رفاه اجتماعی بالا. در آخر من هم آرزو میکنم واقعا در کشورمون ایران به زودی این اتفاق بیفته و جشن بگیریم آزادی کشورمون رو، و هر کدوم ما به هر حال با تلاش و کوششمون کشورمون رو بسازیم و روزی بشه که واقعا ایران به جای رتبه 142
رتبه اول باشه در کشورهای مرفه با اقتصاد خوب و سطح زندگی بالا برای تمام اقشار جامعه. خب من تشکر میکنم از همه دوستانی که تو این جلسه حضور داشتن، در بحث شرکت کردن. از سخنرانان عزیزم تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به تک تک شما عزیزان، و همچنین تشکر میکنم از دوستان دیگری که در برگزاری این جلسه ما را همراهی کردن. من سمانه بیرجندی هستم، در خدمتتون بودم. منشی جلسه خانم کوثر ولیزاده هستند، مسئولین ضبط صدا و تدوین خانم فهیمه تیموری، آقای سعید پورمن و خانم لیلا رمضان عزیز بودند. ادمین های گرامی هم خانم فرشید پورآذران، آقای محمد یوسف احمدی و خانم ارغوان فردی پور. خانم محمدی بفرمایید، خواهش میکنم. گفتم تا قبل از اینکه به پایان چیز برسه، میخواستم در مورد جلسه بعد خواستم بگم که اگر که من خیلی خیلی خوشحال میشم که توی یکی از حالا یا سخنرانی ها یکی از این چیزا شرکت کنم. خانم محمدی عزیز اجازه بدید الان روی لایف هستیم، من ختم جلسه رو اعلام کنم، یه چند دقیقه دیگه در خدمتون هستیم. اوکی اوکی، مرسی، ببخشید شرمنده. خواهش میکنم، مشکلی نیست. خب دوستان گرامی، جلسه امروز کمیته دفاع از حقوق زنان رو در 30 دسامبر 2022 در ساعت 21:28 به پایان میرسونم و برای تک تک شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی دارم در سال جدید. سال نوتون مجددا پیش تا پیش مبارک باشه.